بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. میدونم که همه نگران ایران هستید و به قول معروف چه خبر از ایران. آخوندها هم بار دیگه اینترنت و به اصطلاح وسایل ارتباطی رو یا قطع کردن یا به حد خیلی پایینی به اصطلاح آوردن پایین و نمیذارن مردم با هم تماس بگیرن. خب ممنون و متشکرم و از دوستان خواهش کردم و میکنم که نه به من نه به دیگران این لقب استاد و اینها رو ندن. آقا ما استاد چی هستیم؟ منم مثل شما یه آدمی که ممکنه یه خبر رو نیم ساعت زودتر به دستم رسیده باشه. و جالبه که دوستان میگن که آقای چمنارا نوشته بود خبرها رو همه ملت میدونن، شما بیا تفسیرش رو بگو. آقا من بارها گفتم، حتی دیگران رو مسخره کردم، خبر که دیگه تفسیر نداره. یه ماشینی تصادف کرده زده به یه ماشین، تفسیرش یعنی چی؟ ولی ماجرا اینه، خبر از اونجایی شروع شد که اینها بنزین رو گرون کردن و بدون اینکه به نماینده‌های مجلس بگن، بدون اینکه تو گوش مردم بخونن، بدون اینکه بگن از ماه آینده، گفتن ما نگران هستیم که اگر این کار رو میکردیم مردم بنزین و اینها رو ذخیره میکردن در وسائلی که نباید و خطراتی برای مردم بوده و اینها. انگار که اینا خیلی نگران مردم هستن و جون مردم براشون ارزش داره. دوستان عزیز، امروز سه‌شنبه است، 28 آبان ماه 1398، برابر است با 19 نوامبر سال 2019 میلادی. و این برنامه رو به جای برنامه دیروز، الان 2-3 هفته است که ما گفتیم به شما روزای جمعه قطعا با شما هستیم و خواهیم بود تا جایی که به اصطلاح سلامتیمون اجازه بده، اون ماجرای ابر و باد و مه و طوفان و فلک در کارند اجازه بدن، همه چی درست باشه، اینترنت وصل باشه، برق باشه، آب باشه، دوربین باشه، با شما خواهیم بود. ولی دوشنبه و چهارشنبه ها رو فعلا به عنوان معلق بین زمین و آسمون گذاشتیم، هر وقت رسیدیم میایم با شما هستیم، خیلی هم خوشحال میشیم، از تون یاد میگیریم و از شما خواهش میکنیم که با دوستانتون این برنامه ها رو شیر کنید. ولی در چند روزی که گذشت، خب تا یک روز اول و اینها ارتباطات برقرار بود و دیدیم از چپ و راست خبرهایی که اومد، اینجا رو آتیش زدن، اونجا اینجوری کردن، از بالای بلوار سطل آشغال رو نمیدونم ظرف آشغال رو پرت کردن پایین و چنین و چنان. و یه ویدیویی رو هم دیدم، یه بیچاره‌ای نوشته بود که گفته بود تو ویدیو که آقا من صاحب این پمپ بنزینم. یه ادعا اومدن آتیش بزنن، گفتم بابا این شخصی، کاری به دولت نداره، اونا آدم بودن، حرف حساب سرشون شده رفتن. یه عده دیگه اومدن که ماسک زده بودن و از قبل کوکتل مولوتوف یا این شیشه های آتش‌زا و اینها باهاشون بوده و زدن اینجا رو آتش زدن. حالا این آتش زدن و اینها چی و بعدم دولت اینها رو میگه شورشی و اینها، بعدم چون کار خلاف انجام دادن شاکی شخصی هم دارن، شاکی دولتی هم دارن، اینم حالا دیگه پروسه‌ای میشه که باید دید چه خواهد شد. من ممنونم از این آتیلا دوست عزیز و جوانمون، ولی یه سوال میکنم، شما وقتی میری خونه به مادرت میگی سلام ها، میگی درود ها، میگی مثلا مامان جون سلام، بابا درود، دیگه درود ها و اینها رو من نمیدونم این چیزهای غلط چجوری آمد توی زبان گفت و شنود ما و هی هم داره بیشتر میشه، هزاران درود. خب شما وقتی من میگی هزاران درود، منم هزاران جواب درود چیه؟ درود باید به شما بگم، درود 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 تا بشه هزار تا. روزگار غریبیست نازنین، چیزای اصلی رو ول کردیم، چسبیدیم به این فریها. امروز برای خانم جیلانی نوشتم که اگر برسن تا موقعی که ما برنامه داریم اسکایپ رو آزاد گذاشتم که ایشون تماس بگیره و با ایشون باشه. خب آقای خوشنودی هم سلام میکنن،
هم درود میفرستن به دوستان و ممنونیم از ایشون. و ضمناً ایشون یه سوالی من داشتم، گفتم با شیراز نمیتونیم تماس بگیریم و یه چیزی رو توی من و تو دیدم، یک برنامه هست، یک اپی هست، اپلیکیشنی هست که هم روی گوگل پلی یا روی تلفن هایی که گوگل آپریت میکنه میتونید بذارید، هم روی تلفن هایی که اپل یا آی او اس هرچی اسمش دارن. و ایشون برای من اسمش رو نوشت، حالا اگه یه بار دیگه هم اینجا بنویسه برای شما دوستان و من نصب کردم و زنگ زدم کار میکنه، ولی نمیدونم حالا یا من بلد نیستم یا اینم از این چیزاست. خلاصه چند تا زنگ میزنه و هیچ خبری نمیشه. بله، خب یه دوستی که از نمیدونم کجاست، 450 یا کد کجاست، اینجا براش بنویسم والا بلا زنده 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 هستم، چی بگیم آخه به این دوستم؟ مثلا بهش زنگ بزنیم؟ نه، بهش زنگ بزنیم بگیم آقا ما زنده هستیم، چه چی میگی آقا برنامه شما لایوش تکراریه. این بذار ببینم روی مردم تیوی دات کام شاید، نه اونجا هم زنده هستیم. و حالا دوستانی که برنامه ما رو آشنا هستن میان میگن، یا مثلا اصلا من با این تلفن یه زنگی به ایشون بزن بگم آقا بلا زلا زنده هستیم شما بیا، اتفاقا میخوام الان راجع به شما صحبت کنم، چون اینم باز یکی از همون ماجراهای بله 415 باقیشو نمیگیم. شما میدونید این از این صدای کلیدها میشه شماره ها رو فهمید؟ یعنی یه جا شما شماره میزنی اگه طرف بلد باشه ضبط کنه میتونه بفهمه و به اصطلاح اون شماره ها رو بگیره. بله، خب احتمالا دارید برنامه رو گوش میکنید. زنده است، ساعت 11:41 است. من همین الان راجع به شما صحبت میکنم به امید خدا و به امید دیدار. بله، این دوست ما یک نامه‌ای نوشته، یک ایمیلی نوشته، بعد از من و دیگران خواسته که به گوش دنیا برسونیم. حالا چی به گوش دنیا برسونیم؟ خیلی خنده داره و جای تأسف هم داره، براتون میخونم بعد برمیگردیم دوباره به اخبار ایران و به تفسیر خبرها به قول آقای چالنگی. مثل این میمونه که دو تا ماشین خورده باشن به هم، ما بگیم نه این شما فکر میکنی ماشین ها خوردن به هم، بذار من برات تفسیر کنم. این آخونده ها که قرآن رو تفسیر میکنن، آقا قرآن حرف از کشتن میزنه، قرآن حرف از نمیدونم زدن زنها میکنه، حالا دیگه شما نمیخواد تفسیر کنی. اگه محمد هم اومد تفسیر کرد، امام هم اومدن تفسیر کردن، تازه دنیا که به این روز بد افتاده، پس این تفسیرها بدترش میکنه، بی خودش میکنه. بله، میگه که 10 سال کفش ملی بودم با مقام بال و با حقوق 12,000 تومان. در سال 67 همکارها 5,000، حد اکثر 6,000 تومان یک ماشین کهنه و خانه اجاره‌ای. اینجا با حمالی ساده در خانه خودم هستم و به ترامپ فلان فلان شده هم میتونم فوش بدم. راجع به ترامپ هم یک خانمی اسمش هست بنفشه نشون میدن، بنفشه طاهری لنبرگ، نمیدونم احتمالا اسم همسرشون فامیل همسرشون هست، چون این کار ایرانی ها این کار رو میکنن، فامیل خودشون رو نگه میدارن، فامیل همسرشون رو اضاف میکنن. و ایشون هم شخص جالبی، آدم های جالب از صبح تا شب شما زیاد تو فیسبوک میبینید و میگذرید و میخونید و اینها، و خیلی جالبه. ما اصلا استفاده صحیح از فیسبوک رو هنوز یاد نگرفتیم، حالا دیگه میخوایم با فیسبوک انقلاب هم بکنیم. خانمه میاد هر خبری که دستش میرسه برای من میفرسه، براش نوشتم خانم من نزدیک 20,000 نفر دوست و دشمن و دوستای مثل شما دارم، اگر هر کدوم از اینا بخوان مثل شما اینجوری بفرستن که آخه اصلا نظم دنیا به هم میخوره. میگه او ببخشید من نمیدونستم شما تلویزیون داری، برنامه داری. میگم خانم خودتون قرار گذاشتید با من بیاین مصاحبه کنی، آخه شما چی تو مغزتون میگذره که نشستید جلو کامپیوتر و فکر میکنید اینا رو برای دیگران بفرستید؟ قدم مثبتی در راه آزادی انسانها و شرف نمیدونم حقوق بشر و فلان اینا برداشتید؟ آقا خانم مزخرفه، شما با این کارهایی که میکنی حتی به خودت وقت نمیدی فکر کنی که کجا قرار گرفتی و میخوای چه کاری انجام بدی. و نفشه طاهری لنبرگ
صفحه‌شو بهتون نشون میدم، با ایشون در تماس باشید و ایشون میخواد از راه دور آخوندها رو بزنه، بکشه، داغون کنه. و تازه بهشون هم برخورده بود که من گفتم این همه آشغال برای من نفرست. گفته بود من فکر کردم شما هم دنبال آزادی هستی، یعنی من اگر دنبال آزادی هستم باید آشغال دونی ایشون باشم. و اما بریم نامه این دوستمون 415 رو براتون بخونم. و اینقدر این آدم شخص مهمیه که درباره شخص مهم اول یه چی بهتون نشون بدم که اینایی که هزاران درود و اینها میگن، ببینید بعضی وقتا نوشتم WTF What the F، اینا رو اونایی که انگلیسی میدونن میدونن یعنی چی، ولی بذارید بهتون من اینو نشون بدم. آقایی به نام آرش آشورینیا، شما نگاه کنید ببینید ما کجا داریم میریم از لحاظ فارسی. این طرف نوشته که در طول عمر گرانقدرم، علامت تعجب گذاشته، این همه تظاهرات اعتراض مردمی را از دور و نزدیک دیدم، بدون شک زیباترینش این بوده. حالا شما نگاه کن کی به خودش میاد بگه عمر گرانقدر من. مثلا درباره آقای فریدون فرعی بود صحبت میکنیم، مثلا میگن بله ایشون در عمر گرانقدرش این کارا رو کرد اون کارا که، کسی که به خودش نمیگه در طول عمر گرانقدرم. بله این همه تظاهرات اعتراض مردمی رو از دور و نزدیک دیدم، بدون شک زیباترینش این بوده. خب حالا ببینیم چیه. و برگردیم باز با این دوست 415 مون ببینیم ایشون چی نوشته، بعد بخونیم. دوستان نگاه کنید من براتون متن انگلیسی رو اصلا میذارم اینجا که شما یه وقت فکر نکنید این سوربی داره اغراق میکنه، داره مزخرف میگه. حالا نمیدونم شما میتونید این متن رو بخونید یا نه، نخونیدم مهم نیست، ولی براتون میتونم فیسبوک هم حتی بنویسمش. بیاد اینجا نگاه کنید، من بیارم بذارم اینجا توی فیسبوک که این فیسبوک هم اگر چیزی هست را بیفته پیست. بله این نوشته ایشون هست، اونایی که انگلیسی بلدین بخونی. و اینجا حالا من براتون با این انگلیسی الکن میخونم. Please announce to the world، به تمام دنیا خبر بدید. Announcement یعنی خبر دادن. و بله My country name is Persia، اسم کشور من پرژیاست. I am seed of Cyrus and Darius, king of Persia and Alexander. Inherited all past and the future of Persia and West. میگه من تخمه، شما وقتی میری میگی مثلا من grass seed میخوام، یعنی تخم علف میخوام، تخم چمن میخوام. من تخم و ترکه کوروش هستم و داریوش پادشاه و Kings of Persia. اولا نمیدونم چرا ایشون جمع بسته Kings of Persia، برشون دوتا هستن پادشاهان پرژیا و الکساندر. خیلی جالبه که ایشون تخم و ترکه الکساندر هم که به ایران حمله کرده هست. و میگه من inherited، به ارث بردم تمام گذشته و آینده پرژیا و غرب رو. خیلی ها شما از آینده هم به ارث برده باشی، فقط یه ایرانی میتونی یه همچین مزخرفاتی بگه. 100 traps Saddam been set by Rome، والا من نمیدونم، آه Saddam's 100 traps Saddam been set by Rome to prevent DNA resurrection and restoration of Persian kingdom. یعنی از اون موقع اونا میدونستن، آمدن دام ها گذاشتن در راه این که تخم و ترکه ایرانی ها این برانور پخش نشه. USA is united with Persia since George Washington and founding father of United States set the star of Cyrus of US flag. من نمیدونم والا. Against Rome Rawhide and wrote US Constitution based on the laws of Medes and Persian.
درست این مزخرفاتی که تو تلویزیون لس آنجلسی میگن ایشون هم اینجا داره برای من و شما بلغور میکنه. freedom of language، آزادی زبان، freedom of religion، آزادی ادیان، freedom to choose social classes، یعنی شما میتونی مثلا بگی من میخوام برم در کلاس پادشاهان باشم. آخه آقا، نمیخوام به شما بگم نادان، نمیخوام به شما بگم احمق، به قول آقای لادن اجازه بدیم ما به شما بگیم کم دان. شما در هر دوره ای از اینهایی که اسم بردی، این جامعه ها طبقاتی بوده، طبقه اشراف حتی اجازه نمیدادن بچه های دیگران، بچه های خدماشون برن درس بخونن. کجا freedom to choose social classes؟ بله، President CY is property of Persian kingdom. من اصلا نمیدونم President CY یعنی چی، یا Presidency اینجوری که نمیدونم. Rome called them Mulla Donkey. رومیان آخوندها رو گفتن خرم. حالا رومیا آخوندها کجا من نمیدونم. داریوش called them immortals. They were set to last forever. من نمیفهمم، شما میگید که اون کوروش روم اینا رو گفت ملاها خرن، بعد این یکی گفت که ایمورتال اینا جاودان هستن، هیچ وقت از بین نمیرن و they said to last forever. این آخه یعنی چی؟ اصلا شما منظورت از نوشتن این مزخرفات چی بوده؟ میخوای یه زنگ بزنم باید یکم صحبت کنم؟ والا این تنهایی خیلی بلا سر دوستان داره میاره. یه رادیوی یه تلفنی گرفتن دستشون، این مزخرف اون مزخرف، تکرار مزخرفات بهشون باور میشه که اینا بهترینه. آقا این حرفی که شما میزنی در قرن 21 ریسیست و نجات پرستیه و ثابت شده. گفتم بهتون، این آقای هولاکویی یه دفعه تعریف میکرد، آقا اونایی که این ور اون ور دیدید تو فیلمای مستند که آقا اینایی که آلاسکا بودن قدیما، وقتی مهمون میرفته خونشون زنشونو میدادن، بعضی ها میگفتن برای که مهمون عادت نداره به این سرما گرمش بشه، که خب چرا خودش برش نمیخوابید، میترسیدن حتما گی بشن. بعد گفت که نه آقا، اینا چون تو همدیگه بچه دار میشدن، یه وقت متوجه شدن بچه هاشون به اصطلاح عقب مونده هستن، هم ذهنی، هم یکیش دستش کجه، چشش کجه، صورتش کجه، اینجور و اونجوره، فهمیدن که این ایمبرد، یا اینجا یه چیز دیگه بهشون میگن که اصلا جرم شده. اون چیزی که اسلام گفته، آخوندها گفتن، ایرانیان میگفتن عقد پسرامو و دخترامو نمیدونم فلان تو آسمون ها بسته شده، چیزی به جز مزخرف نبوده. و اصلا الان بچه های ایرانی که اینجا پدر مادرشون دختر خال پسر خال هستن، خجالت میکشن تو مدرسه به کسی بگن که این پسر اینا کازینن. و مثلا حتی به یکی اگه بگی، خب خیلی وقتا اتفاق افتاده بود، خود ما پسرمون دخترمون مثلا میگفتیم، بچه میگفت دد این مثل کازین منه. حتی بچه های دوستامونو اینا میگن اینا مثل پسرمو، برای که خب اینجا که آدم فامیل نداره یا دارم همدیگر های عمو دایی نمیدونم عمه اینجوریست عم صدا میکنه، خاله، همه مادرها زنها خاله هستن، همه چیزا هم عمو هستن. راستی هیچ وقت ندیدیم عمو و دایی و اینا صدا کنن. بمان سلام آقای سوری، خسته نباشید، خدا قوت. خیلی ممنون دوستان عزیز. آقای مصطفی محمدی یکی از افرادی که از سازمان مجاهدین وقتی که فهمید فرقه هست جدا شده و فیلم هایی هم ساخته در این رابطه، حتما اسم ایشون رو کلیک کنید یا به اصطلاح پیدا کنید و نگاه کنید و تماشا کنید. صحبت از سازمان مجاهدین شد. دوستان این چند روزی که شلوغ شده در ایران، این رهبران کمپوزیسیون کجا هستن؟ برنامه‌شون چیه؟ به مردم چه کار گفتن بکنید؟ حالا صبر کنید، جمعه حتما این آخوندها اون افراد خودشونو میارن و چنگ و دندون به مردم نشون میدن تا برن خونه. در صورت دوستان اینه، این آقا 415 احتمالا طرف های کالیفرنیا، چون این وریا، آره اون روز دیدم این آقای خواننده ما عباس صالحی، آقای صالحی ببخشید من با همه احترامی که هم برای شما هم برای دیگران قائل هستم، ولی به شما پیشنهاد میکنم واقعا با یه دکتری شما صحبت کنید.
یه کسی مثل آقای هولاکویی و اینا، دوست عزیز شما برای من پیغام گذاشتی آقای سوربی چی شده دیگه جواب منو نمیدی، و اون وقت خیلی دنبال من بودی تو با من مصاحبه کنی. آره شما اشرف مخلوقات بودی، من دنبالت بودم آقا، مصاحبه برای من مثل آب خوردنه با این و اون. و من وقتی که ویدیوی از شما دیدم با شما تماس گرفتم، گفتم اینجوریه، شما گفتی اوکی، گفتم اتفاقا تو این فاصله من بلیط خریدم دارم میرم آلمان، وقتی برگردم با شما مصاحبه میکنم. برگشتم با شما مصاحبه کردم، اون روز تا الان مردم دارن به شما فحش میدن، یکی میگه این معتاده، یکی میگه این نمیدونم نشه است، حالا شما میگی من نه اهل اعتیاد هستم نه اهل دوا و فلان، نه هستم good for you. ولی بنده کجا دنبال شما بودم که با شما مصاحبه کنم؟ شما دیشب بعد از ساعت 9 خورده زنگ زدید، اونم با فیسبوک و اینها، که من اصلا مسنجر رو از رو تلفنم برداشتم. آقا قرار نیست ما به هر کسی با مسنجر تماس بگیریم، باید از قبل بنویسیم من میخوام با شما صحبت کنم درباره این. اون طرف میگه بله وقت ندارم، بله خوشحال میشم باش صحبت میکنی، زرت و زرت همینجوری به این اون زنگ نزنید. و حرف حساب شما چیه؟ شما طرفدار ترامپ هستید و طرفدارای ترامپ شما فکر میکنید آدمای پرفهمی هستن؟ مبارکتون باشه. آقا تلویزیون آمریکایی رو قبول داری؟ تلویزیون آمریکایی فاکس نیوز میگه طرفداران ترامپ کشاورزا و بلو کالرا هستن. بلو کالرا یعنی کارگرایی که کم سواد هستن. با همه احترامی که برای کارگرا داریم، با همه احترامی که برای کشاورزا داریم، اینا از اینکه دولت‌های قبلی از اوباما گرفته تا نمیدونم ریپابلیکن‌ها و اینا فشار زیاد آوردن به اینا، مالیات‌های زیاد داشتن، بیزینس و شغل و تجارت و این مزرعه و اینها رو سخت کردن، از دست مارها به اژدها پناه آوردن یا به افعی پناه آوردن. و الا ترامپ رو که همه اینایی که اینجا هستن میشناسن، شما تازه رسیدی عرقت بزن خوش بشه، ایشون برید نگاه کنید از 30 سال پیش تا حالا، ببینید چند بار ورشکست کرده، چند تا شهر رو نابود کرده و چند تا دوست داره. همین شنبه گفت این پانیک اتک، پانیک اتک این چیزی تو ایران هم میگن فلانی ایست مغزی کرده و فلانا از دست عصبانیت و فشار زندگی و گرونی و نمیدونم این فشارهایی که آخوندا میارن به مردم، طرف پنیک اتک میکنه. آقای ترامپ از دست کارهایی که خودش انجام داده و الان در هر دادگاهی رو باز میکنی درباره این مردک شالاتان دارن صحبت میکنن، پنیک اتک کرده رفته بیمارستان. حالا چون آدم دروغگوییه مثل رجبی که حالا یا کشته شده یا مرده، اینم میخوان قایم کنن. میگه من از امسال رفتم که نصف فیزیکال چکاپ آینده رو انجام بدن. دیشب مسخرش میکردن، شما شبا بشین استیون کولبر، شبا بشین این آقای تراور نوا، شبا بشین آقای سید مایر، جیمز گوردن، جیمز فالن، جیمز یکی دیگه چیه، اینا رو نگاه کن تا این اخباری رو که تو مغزت میفرستن اونا برات بگن که اصل ماجرا چیه. طرف مسخره کرد، گفت مثل این میمونه، گفت آقا فیزیکال که دیگه دو قسمت نداره، مثل این که شما که مردی بری دکتر، دکتر دستمال و دستکش و اینا رو بکنه، انگشت میخواد بکنه فلانجات، بگه حالا اینجا وایسه تا سال دیگه. آقا دیگه همون روز انگشت میزنن بهت میگه پروستات داری یا نداری. دروغ میگه. این اگه نگاه کنی چند مدت کلمات یادش میره، کلمات رو نمیتونه تلفظ کنه. میگه کلمات رو وقتی نمیتونه تلفظ کنه nothing wrong با گلو و زبون و اینها، میگه مغزش که پشت اینا قرار داره stop میکنه، وای میسه، نمیتونه تلفظ کنه. برو ببین به United States میگه United shit، برید بزنید که این کلماتی رو که mispronounce. همیشون آقای اردوغان اینجا بود نمیتونست اسمشو بگیه، اسمشو یادش میره با وجود که رو کاغذ جلوش نوشتن. برو آقا دنبال ترامپ. آقای شاهین نژاد امروز نوشته بود که بیاین زنگ بزنیم به وایت هاوس. نوشتم آقا زنگ باید بزنید بهش کمک کنید این رو از این باطلاقی که خودش زیادترش کرده بیاریم بیرون، زنگ بزنیم به این که چیکار کنه. بله آقای پمپئو اومد دو روز پیش گفت که همون جوری که من یک سال و نیم پیشم گفتم آخوندا اینجور اونجور فلان، پدر سوخته، یک سال و نیم پیش تا حالا شما چیکار کردید؟
چرا اینترنت مجانی به ایرانی ها ندادی؟ مگه کاری داره که یه ستلایت بفرستی بالای ایران اینترنت به همه بده مجانی، ولی گذاشتیش با شرکت های دیگه هر وقت آخوند خواست پیچ رو قطع میکنه، سیمش رو میبنده بباده. خب کمپوزیسیون وقتی ببینه رژیم در خطره، چون احساس میکنن از نون خوردن بیفتن، خفه خون میگیرن. بافر به این میگن تفسیر خبر. آقای سهراب چمنارا کیه؟ آقای خوشنودی بچه شیراز، خیابون شهناز، درسته؟ به این میگن تفسیر خبر. میگه آقا اینا نونشون تو اینه که آخونده اونجا باشه، مثل ترامپ نونش تو اینه که آخونده اونجا باشه، این اسلحه بفروشه به عربستان، به کشور دیگه. آخونده اونجا باشه، اسرائیل هر بلایی میخواد سر دنیا بیاره. این ترامپ، خب حالا بیان به یونایتد نیشن آویزون بشه. یونایتد نیشن سالها رزولوشن یا قطعنامه های ساده کرده که میگه اسرائیل این مناطقی رو که گرفته بهش میگن ستلمنت، اینا رو به اصطلاح تسخیر، چی میگن؟ یعنی به زور گرفته، قانونی نیست. این مردک با این شارلاتان های دوربرش، گانگستر هایی که باهاش همراه هستن، همین میگه میخوام یه چی امضا کنم که این نیست. خب از با این درست میشه مملکت؟ با این دنیا درست میشه؟ و شما برو آقا، شما چرا وقتی تو با ایرانی ها تلف میکنی آقای صالحی؟ برو دنبال ترامپ. خانم بنفشه طاهری، من براتون این خانم طاهری رو نشون بدم و شما نگاه کنید، نشسته باشید اینجا. خب ببینید آقای، آها، من اسمم هوشنگ فرزان هست و در شمال کالیفرنیا زندگی میکنم. برنامه های شما و آقای فرامرز دادرس رو نگاه میکنم. خیلی کم برنامه های کسانی که از دولت های خارجی پول میگیرن نگاه میکنم. یعنی شما میتونی تشخیص بدی کی از دولت خارجی پول میگیره؟ خب به ما بگو تا ما هم یاد بگیریم. بله، قبلا خدمتتون عرض کردم آقای سرهنگ عقیلی پور که شما با ایشون برنامه داشتین دایی من هست. من تعجب میکنم دایی به اون نازنینی، اون وقت شما اینجوری. بله، ممنون از شما، الان دارم میبینم. خب خیلی خوشحالم که بیننده ما هستی. اگر هم دوست داشتی یه وقت بیا ما ببینیم این خون، این تخم و ترکه کوروش و داریوش از 2500 سال پیش توی شما چجوری بوده. دوستان یه ویدیو خیلی قشنگیه، یه آقای توضیح میده، میگه هر کسی فکر میکنه که نژاد صافی هست و خالصی هست، این نشون میده اصلا از دی ان ای خبر نداره. آقا شما خب خودتون دارید میگید داییتون آقای عقیلی پوره، یعنی مادرتون از اونه. حالا خود مادرتون یه بابایی داره یه مامانی داره، اون بابایی یه بابایی داره یه مامانی داره، یه مامانی داره یه بابایی داره، اینا رو اینجوری بکش و ببین چند تا ژن از کجاها اومده. آقای عقیلی پور اصفهانیه، ببین یه دفعه شما از کجا سر در آوردی. آقا اینجوری نبوده که آقای داریوش و کوروش، ببخشید اینو میگم، اونجا وایساده باشن تو کلینیک هی با خودشون بازی کنن، هی به مادر شما و مادر بنده و دیگران تخم و ترکه بدن. نگید اینو، خجالت آوره. شما کجا کار میکنی؟ تو کدوم اداره هستی؟ من میام اونجا، حاضرم یه بلیت رفت برگشت بخرم بیام اونجا با شما. وقتی صبح رفتیم تو اداره بگم لیدیز اند جنتلمن، دیست آقا هستی دیگه، تا امروز نمیدونستم، بگم این آقا ادعا میکنه که از همه شما بیشتر میدونه و میخواد اناونس کنه تو دی ورلد، به تمام دنیا بگید که این آقای فرزان تخم و ترکه کوروشه. خب گفتیم، حالا چی؟ آخه این چه تخم و ترکه کوروش نادانی بوده که شما اینجوری اسیر آخوندی امروز؟ آقا نکنید، نگید، برید برنامه من نگاه کنید. گفتم این آقای خسرو میکایلیان بود، بنده خدا آمده بود و میگفت که من 500 هزار دلار با خودم از ایران آوردم، رستوران باز کردم، اینجوری و اونجوری و اینها ورشکست کردم، بعد داشت رانندگی کامیون میکرد. خیلی آدم با مزه‌ای بود، تعریف میکرد. یه روز یواش میرفته پلیس گرفتتش، یه روز تون میرفته پلیس گرفتتش، و پلیس همون نفر بوده. این میگفت میزدم تو سر خودم و گریه میکردم که یواش میرم تو منو میگیری، تون میرم منو میگیری. میگفت پلیس نگران حال من شده بود که نکنه این الان سکته کنه، و میگه آقا بی برو آب میخوای آب بادم بخوری فلان میسانیم. من بهش میگفتم نگو که شما 500 هزار دلار آوردی از دست دادی، چون طرف فردا ماشینش هم نمیده به شما. میگی این آدم به بی‌لیاقتیه،
شما این ور اونور نرو بگو من فرزند کوروشم، فرزند الکساندرم، فرزند داریوشم. چه آدم بی‌لیاقتی بودی شما که امروز اینجوری اسیر چهار تا ملا شدی؟ خب از کسانی که کیس پناهندگی در اداره مهاجرت کشورهای مختلف دارن و در جریان مدعی مخالفت با رژیمن تا کمپوزیشن کلاهبردار و سودجو، هرگز هیچ کدوم حاضر نیستن رژیم آخوندا سرنگون بشه. بله آقای مانی خورسندی دوست عزیز، ایشون هم خود شاعر و نویسنده و گوینده رادیو تلویزیونه، هم برادرش هم که دیگه معروف خاص و عام هست، هادی خورسندی، مانی خورسندی، ایشون نوشته آقا ریدیم با این ژن کوروش. خب شما اگه اینو نگی، من اگه اینو نیام منتقل کنم، آقای مانی خورسندی نمیاد اصلا، یادش نیست کوروش. بابا کوروش 2500 سال بوده، هر خوب بعد رفته. اون موقع گفت مله ها دانکی هن، حالا مله ها دانکی. خب این مله ها دانکی هن، نظر شما راجع به شاه چیه؟ شاه که همین مله ها رو تو کاخهای مختلفش داشت و اینا هر روز دست بوس میرفتن و پول میگرفتن و کاخ شاه با اون شاهیش با اون هواپیمای خوبش تا سوره و آیه نمیدونم الیکاد و فلان نمیخوندن که پرواز نمیکرد که. نظر در اون مورد چیه؟ آخه نمیخونه عزیز من، نمیخونه. بله اینم از این. آقای فاتحی هم اینجا هستن، خیلی ممنون دوستان، اگه لطف کنید دوستان این برنامه رو با دوستان دیگه هم به اشتراک بذارید تا اونا هم بتونیم با هم صحبت کنیم، اینا ممنونمون. چون میگه من نگفتم که تخم و ترکه کسی هستم، فقط خودم رو معرفی. آقا شما پس این شماره رو من اشتباه دارم میخونم، اجازه بدید یه لحظه. شما 415 هستی، آخرش هم 22. آها این مال یکی دیگه هست، پس اینم 415 هست تصادفاً، ولی آخرش 38 و خیلی جالبه دوستان، دو تا شماره 415، یکی 6 ساعت قبل برای من یه همچین پیامی فرستاده باشه و حالا ببینم من برای شما اصلا اینو میفرستم که شما ببینید، ببین چه تصادفی. شما رو اینجا بنویسم این 415 که آره بنده خدا بابا این اصلا نه. خوب شد اسم فامیلتو گفتم، بهمون بگو، چون این آقا پسر کوروش و تخم و ترکه اونه، ولی اسم خودشو با افتخار زیر نوشتش نمی‌نویسه، خجالت آوره. بذارید من شماره شما رو بنویسم، اینو برای شما فوروارد کنم. بله بسیار عالی، 415 اینو این. اولا سلام مخصوص ما رو، اینم یکی از اون چیزهای بده ها، سلام مخصوص چیه؟ یعنی من به آتیلا سلام غیر مخصوص میکنم، به آقای فاتحی سلام غیر مخصوص میکنم، به شما و دایید آقای عقیلی پور سلام مخصوص میکنم. سلام گرم منو برس، به اونای دیگه سلام سرد میکنم، به شما سلام میگم. شما منو با کسی دیگه اشتباه گرفتی، شما کاملا درست میگی و من برات الان اونو میفرسم تا شما ببینی که چگونه یه دفعه یه همچین چیزی پیش میاد. اونم موقعی که شما اون دفعه دو سه روز پیش با هم در تماس بودیم و نوشتید اینجوری، یه دفعه این اومد گفتیم خب خدایا این کیه؟ من حتی ببین از شما نپرسیدم که این همونه یا نه، بعد حالا میخونم شما میگه آقا اصلا این من نیستم. خیلی ممنون که گفتی، ببخشید که من اشتباهی فکر کردم شما هستی. پس حالا بهتر شد، یه آدم نادانی نمیدونم خانمه نمیدونم آغاز همینجوری گفته به دنیا برای من بگید که من فلانیم، برو آقا گم شو، خجالت بکش، برو خودت قایم کن. آقا شاه پادشاه ها با خانوادهشون ازدواج میکردن، با مادر خودش ازدواج میکردن، با خواهر خودش ازدواج میکردن، که نکنه یه وقت این خون پاکشون قاطی بشه با خون ناپاکان. یعنی حقیقتاً چون نادان بودن میخواستن هیچ دانایی داخل خانواده اینا نیاد. ببخشید اینو میگم، کلیمیا هنوز تا هنوز این کارو میکنن، کلیمیا هنوز تا هنوز این کارو میکنن. حالا بیان ببینیم، من براتون این عکسو بگیرم بفرستم تا یادم نرفته، از این نوشته 415 و تمام ماجرا یک لحظه یه عکسی اینجا داشته باشم و به ساعتش و اینا هم توجه کنید که چگونه یه دفعه دو تا
این براتون شماره رو اون بالا قرمز میکنم، ساعتش که 6 ساعت قبله و این نوشته مخصوص ایشون که حتما دو روز دیگه هم ادعا میکنن آقا این بالای بالای سردر چیز بود. اینو میزنیم دی 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 برای شما الان میفرستم. ببخشید دوستان که من در این اینکه دارم با ایشون کل کل میکنم این کارم. بله میگه من حرفی از کنم. بله الان دیگه کاملا متوجه شدم. اینو شما نگاه کن، به تلفنم توجه کن، اگه دوست داشتی یه زنگی هم به اون آقا بزن بعد بگو آقا یا خانم این چه مزخرفاتی شما میگی، تخم و ترکه داریوش و کوروش و وقت الکسندر. ولی از این جالبتر بریم سراغ خانم بنفشه طاهری لندبرگ. خانم بنفشه طاهری که یه چیزی نوشته بودن راجع به ترامپ. آقای صالحی بنده نه فقط به شما، به خیلی ها وقتی یه چیزی میگن که اصلا قابل هضم نیست، قابل فهم نیست، با شعور common sense فهم جور در نمیاد، من اتفاقا از اینا دعوت میکنم و اونایی که منو میشناسن میدونم. اون روز سعید نوشت آقا خیلی ممنون که اینا رو میاری به ما نشون میدی که تو جامعه ما همچین افرادی هستن، همین آقای صالحی رو. خب دیگه این نیست که من حالا چون یه بار با شما مصاحبه کردم هر وقت شما خواستی تلفن رو برداری زنگ بزنی در هر باره بیای یه صحبت کنی. خب حالا ببینید دوستان، من از این بالا برای شما میارم این صفحه رو بهتون نشون میدم که خانم بنفشه طاهری لندبرگ چجوری چپ و راست هی برای ما چی می‌نویسه. خب ما هم اولش گفتیم که ایشون یه نظری داره، تو برنامه‌ها هم ما گفتیم به اصطلاح هر کی نظرش با ما فرق می‌کنه بیاد مهمون ما باشه، چیزی که رسم نیست تو تلویزیون‌های دیگه. تلویزیون‌های دیگه دوست دارن خودی باشن، ما اینجا میگیم آقا همه میتونن بیان حرف بزنن، تازه دوست داریم اونایی که مخالف ما هستن بیان. من این صفحه رو قد صفحه اینجا انجام بدم بفهم. شما نگاه کنید. اوکی. یه چیزی نوشته بودن، من براشون نوشتم شما واقعا فکر میکنید ترامپ انسان موفق و خودساخته است؟ اگر دوست داشتید مهمان ما باشید تا با هم گفت و شنودی داشته باشیم. این مردک شالاتانی بی‌نظیر بوده و هست. حالا این برمیگرده کی؟ برمیگرده به جون 2019، چند ماه قبل. ایشون نشته حتما باهاتون گفتگو خواهم کرد. بعد میاد پایین نظر خودم رو مینویسم در یک فرصت مناسب، میخوام فقط بهتون بگم. بعد میاد پایین حالا هر فیلمی هر آشغالی فلان خانم رو وزارت امور خارجه کرده بیرون، این آقای نمیدونم برایان هوک خیلی ها سر دست براش میشکنم، نشون داد که همچین هم با اینا خوب نیست. خانم رضا پهلوی، بعد خانم زن رضا پهلوی بعد از اینکه از نمیدونم سرطان سینه و از رحم و از اینا گفت، حالا بلند شده رفته یونان و این کار خوبیه، خدا قوتش بده. خب بعد میان پایین از کمپ پناهندگان ایرانی در یونان و گفتگو با داریوش اقبالی، شما نگاه کن فریاد مردم ایرانی بر علیه رژیم. بعد من دیگه امروز جوش آوردم نوشتم دوست گرامی، من نزدیک به 20,000 نفر اینجا و آنجا دوست و دشمن دارم، اگر قرار باشد همه آنها مانند شما پیام شخصی ارسال کنند که من دیوانه میشم. منظورم باید میگفتم دیوانه تر، چون دیوانه هستم. اگه دیوانه نبودم یه آدم سالم که نمیاد بشینه با یه مشتی آدم اینجوری کلکل کنه. اوکی. من دیوانه تر میشدم. شما لطف کنید فقط و فقط درباره برنامه های من، تلویزیون من و خود من با من تماس بگیرید، چیزهای دیگر را روی صفحه خودتان قرار دهید تا همه از شما یاد بگیرن. موفق باشید. حالا نگاه کنید همون خانمی که بالای نوشته های خودش، یعنی ایشون بلد نیست حتی پیام خودش رو بخونه، نوشته من میام صحبت میکنم فلان اینا، نوشته من اصلا نمیدونستم، کلمه اصلا قدر مطلقه، یعنی اصلا تو مغزش دیگه جایی نیست که ببینی آقا این سوربی که داری باهاش تماس میگیری این کیه، سکس ابیوزره، این دزده، قاچاقچیه. ببینید مغزا خالی شده، مغزا فریز شده. من اصلا نمیدونستم شما تلویزیون دارید و فکر کردم، حالا از اینجا توهین شروع میشه، فکر کردم احتمالاً شما هم به آزادی اعتقاد دارید. یعنی اگه گذاشتی هر آشغالی رو برات فرستاد
شما به آزادی اعتقاد داری. اگه گفتی خانم این کاری که شما میکنی درست نیست، خب دیگه شما مزدوری، حالا برگردی. زیرا من به دموکراسی مشروطه و نظام پادشاهی اعتقاد دارم. این خانم اصلا نمیفهمه مشروطه و نظام پادشاهی و اینها دموکراسی توش نیست، نمیتونه باشه. اوکی. احساس کردم حداقل در انسانیت و دموکراسی خواهی برای میهنمان مشترکاتی داریم. از کجا شما این احساس کردی؟ این احساست غلط بوده. شما وطن پرستی، ما همه مزدور وطن فروش هستیم، درست مثل شاه احمق که فکر کرد همه مملکت با اونن، اون چارتایی که اعتراض میکنن مزدورن. در صورتی که همه با اون نبودن، اون چارتا که اعتراض میکردن داشتن بهش هشدار میدادن که آقا داری تون میری بی ترمز، مرد ناحسابی وایس اقلا ترمز و ماشینی تو درست کن، داری تون میری تو این جاده ناامن. و رفت به کجا رسید؟ خورد به دیوار، دماغش شکست و بزرگتر شد و بمانه. من نوشتم که دوست گرامی، همین نوشته شما نشان میدهد که توجه نمی کنید حتی به نوشته های خودتون. شما باید اول فردی را بشناسید، پس از آن با اجازه آن فرد برایش پیام ارسال کنید. وقتی شما چیزی به این سادگی را درک نمی کنید، فکر نمی کنم شما بتوانید برای مردم ایران کاری انجام بدهید. آیا بهتر نیست به رهبر خودتان آقای رضا پهلوی گوش کنید و منتظر اوامر ایشان یا دستورهای ایشان باشید؟ موفق باشید. عکس نوشته های خودش رو هم که اون بالا بود براش نوشتم و فرستادم. بعد نوشتم درباره آزادی و حقوق بشر من به شما نوشته میدهم. آقا سند میدم دستتون، خانم سند میدم دستتون، که فقط شما و طرفداران سلطنت به آزادی باور دارید، دیگران تو جملم نوشتم سوربی تو پرانتز، همه خائن و وطن فروش. اینجا وطن مثل تن فروش نوشتم، غلط با تا باید باشه، وطن فروش و مزدور بودن هستن. راستی شماها چند نفر هستی؟ 20 نفر؟ 100 نفر؟ 1000 نفر؟ با بقیه مردم ایران چه خواهید کرد؟ من امروز درباره این برنامه درباره صحبت میکنم. شادی و سلامتی شما آرزوی من است. حالا آمد، متاسفانه پیش نیامد باهاتون گفتگو کنم، یعنی باید پیش بیاد، اینا از قبل برنامه داشته باشن اینها نیست. متاسفانه پیش نیامد باهاتون گفتگو کنم، واقعیتشو بخواید فراموش کردم. خب من میدونم دیگه مغز شما کار نمیکنه، شما مغزتون کار نمیکنه، هیچی یاد نگرفتید، یه جا یادداشت کنید، حالا یا دیجیتالی یا بله این آخوندا که از ما نیامدن، اینها هم تخمه و ترکه کوروشن. بله سلام مخصوص، مگه ساندویجه؟ بله طبیعتا نظر و خواست مردم ایران و حقوق بشر مهم است و همین دلیل مردم بایستی با مقاومت بیشتری را برای انتخابات آزاد در مردم چه بایدی دارن در مقابل شما؟ شما کی هستی که از طرف 80 میلیون صحبت میکنی؟ طبیعتا قدرت ها در بازی های جهانی نقش دارن، اما به چه صورت من نمیدانم. من با آقای ترامپ خیلی احترام میذارم. وقتی یک کسی به یه آدم شارلاتان دوز فاسد احترام بذاره، این شخص چه خانم باشه چه آقا باشه چه هنرمند باشه آقای صالحی، این شخص خودش قابل احترام نیست. مگه شما میتونی به آقای هیتلر احترام بذاری؟ مگه شما میتونی به آیسیس احترام بذاری؟ مگه شما میتونی به آلکاپون احترام بذاری؟ این مزخرفات چیه؟ الان کاری رو که ترامپ داره انجام میده، یا به قول خدا بیامرز مانوک خدا بخشیان ترامپ، اینقدر ترامپ ترامپ کرد خودش رفت تو رمپ، کاری که آلکاپون هم نکرده، طرف داره تو دادگاه شهادت میده، این میاد تهدیدش میکنه، وقت شما به ترامپ احترام میذاری؟ بذار خانم بذار، ببخشید اون وقتا پدر مادرمون یه کاری اشتباهی که میکردیم گوش نمیدادیم، میگو برو تا جونت در بره، شما برو احترام بذار تا احترام دونکتون. بله خدا بیامرز کاش خورده بود به دیوار افتاده تو دره. این آقای اکبری هم بله ترپ صحیح تر است. آها
نمیدونم اون چی نوشته بود، ترپ بله دیگه، ما اصلا اینجا داریم که مثلا ورف ترپ، ترپ های میذارن دام برای چی. خلاصه ببینید دوستان، این فیسبوک اینه. حالا آقای سهراب چمنارا اگه هستی یا نیستی، بعدا این برنامه رو نگاه میکنی، بهترین تفسیر خبرهای چند روز گذشته رو باز همین مجید خوشنودی انجام داد. گفت آقا آخونده یه اشتباه بزرگ کردن، این اینترنت رو قطع کردن، باید اینترنت رو میذاشتن، مردم هم تو خونه مینشستن با اینستاگرام و با تلگرام مثل این خانم فوش به هم دیگه میدادن اینها، بعدم فکر میکردن چه کار بزرگی انجام دادن، چه قیام ملی انجام دادن، چقدر انسانها را از قید نمیدونم جنایتکاران و دیکتاتورها آزاد کردن. ولی احمق آخوند اینترنت رو بسته، مردم میان تو خیابون. اصل ماجرا اینه. حالا آقای سهراب چمنارا، شما که هر روز میگی تمام جوانهای ایران از قانون اساسی خبر دارن، نظر شما، پیام شما در چنین موقعیتی به قول خود دوستان در این برهه حساس چیه؟ اون جوانهایی که با شما و آقای فخرآور و آقای ترشیزی و آقای نمیدونم فلانی دو تا قانون اساسی، 30 تا قانون اساسی، 30 تا جنبش، 30 تا فلان راه انداختن، برنامه چیه امروز؟ باید چی کار کنه؟ باید چی کار کنه؟ هیچ کدومتون حرفی نداری. آقای کوروش زعیم، آقای حسن شریعت مداری، یه مش بنده خدا پیر و پاتالی که نه اون موقع 40 سال پیش فهمیدن چه باید کرد نه الان. آقا جبهه ملی رو باید ببندید. این جبهه ملی نشون داد که حتی به یاران خودش وفادار نبوده و نیست. هر جا که یه مشکلی پیش اومد که اینا باید با هم می بودن، ول کردن رفتن. کشتی جبهه ملی دیگه به گل نشسته، تموم شد. حالا شاید نشستید شما بارون دعا میکنید طوفان بارون چیزی بیاد این کشتی بلند شد. اینها ذهنیت چاپلوسی و فرهنگ پاچخاری رو ایرانی ها به کشورهای آزاد، بله خانم لیلا موسوی، نه که همه دوستان ایرانی با ادبن، به طعنه نوشته چقدر با شما با ادب و سنگین و متین هستید. خانم از لحاظ سنگینی حریف من نمیشید، ماشاءالله سنگین رو هر صندلی میشینم بعد 2-3 روز میشکنه، ولی ادب رو ما از شماها یاد گرفتیم. 57 سال پپسی تو کونه این بکن، کوکاکولا تو کونه اون بکن، ساواک نمیدونم افتخارش این باشه که برگ گذاشته سر آلت تناسلی فلانی، ناخون فلانی رو کشیده و هنوزم با پررویی آقای فراستی یکی میاد تو تلویزیون بی بی سی و اینا حرف میزنه. ادب رو شما یه کلاسی بذارید بیاد یاد ما بدید. ممنون و متشکرم در صورت همین که شما اینجا نشستید. و بله من چرا شما تا شما رو تا الان نمیشناختم؟ نصف عمرتون تلف شده که شما رو منو تا الان نمیشناختی. من 20 سال تو کار رادیو تلویزیونم، ولی الان که منو شناختی خیلی خوشحالم. دیگه تمام عمرت تلف شد، برو دیگه به فنا رفتی. نمیخوام بگم به گا رفتی، چون احتمالاً جای دیگه به گا میری. خوشت میاد بشین گوش کن شاید یه چیزی بفهمی، بدت میاد برو بشین انجمن پادشاهی تندر رو گوش کن، مرده که هر از چند مدتی 2 تا بچه جوان بدبخت رو تو شیراز مسجد آتیش بزنن بگیرن، تو فلانجا بانک بشکنن بگیرن، این جاکش هم اینجا داره حقوق بازنشستگی میگیره و برای خودش مثل خر میچره و شما هم دورش ار کن. همین حالا خانم لیلا موسوی رو من به شما نشون بدم و قیافه اینا رو نگاه کنید. همشون معمولا عکس و مکس ندارن، حالا اگه داشته باشنم حکایت از این میکنه که اینجا دارن میخورن و میچرن. ها این خانمه برای من نوشته بود که بله اینه، یه عکسی گذاشته خانم لیلا موسوی. اولا همین که موسویه نشون میده دو طرفش رو آخوند گاییده. ها اینا که سیده چیزن موسویان، یعنی دو طرفش رو. اوکی. من تیکه انداختم، چرا با من اینجوری صحبت میکنی؟ خب منم به شما تیکه انداختم، شما چرا ناراحت شدی؟ اگه شما اهل تیکه انداختن هستید خانم لیلا موسوی، باید اهل تیکه برداشتن هم باشید. ولی خوشحال میشم یه روزی هم شما بیاین و حالا یه سری نوشته کجا هست تیچر از شوکا، شما تیچر هستی؟ ای خاک بر سر من، منم معلمم. شوکا اینستیتوت آف ایژوکیشن، شوکا دیگه چیه؟ یونیورسیتی آرت فلان،
اصلا من نمیفهمم کدوم کشور هستی چی هستی. اینم خانم لیلا، دوستانی که معمولا عاشق خانم های ایرانی هستن این برابر دنیا، برید این خانم لیلا موسوی تیکه انداز خوبی هست و باهاش تیکه بندازین. تیکه ننداختم چی میگی؟ من نمیفهمم. من تیکه ننداختم. چرا با من اینجوری صحبت میکنی؟ ببخشید من فکر کردم نوشتید من تیکه انداختم. یعنی چی؟ من نمیفهم. یعنی منظورتون این بوده حقیقت؟ اصلا چی دارید میگید؟ کجای کارید؟ چرا اصلا باید روز اولی که میان یه نفر رو میشناسید حرف بزنید؟ سب کنید، بعدش برید دو تا سه تا برنامه نگاه کنید، بعد یه کاغذی بردارید روش یادداشت بنویسید، تماس بگیرید، پیام تلفنی بذارید، ایمیل بفرستید، تکس بفرستید، کامنت بدید، اینجوری وارد یه بحث، یه گفت و شنود دوستانه بشید. ولی اینجوری که هر کسی داره میاد یه چیزی بگه فوش بده، اون جوکه بود، طرف گفت داشت رانندگی میکرد، خانمه یکم اینجوری پیچید، اینم پیچید جلوش، گفت الاغ، گفت الاغ پدرت و مادرت و اینا، خانمه رفت جلوتر، یه الاغ تو جاده بود، زد به الاغه، بعد تازه فهمید که بابا اون آقا داره میگه الاغ تو جاده است. بعض وقتا این تند از بغل هم رد شدن و به هم دیگه الاغ گفتن نتیجهش این میشه، هم اون فوش میخوره، هم اون ماشینش داغون میشه. شما خودت میگی منو نمیشناختی، شمایی که منو نمیشناسی امروز بیا گوش کن، صبر کن، شاید من یه قرصی خوردم از این قرصا. البته ما که کار رادیو تلویزیون هستیم، این قرصای ما همش از این چیزای گوشی و میشی و فیش و میش و اینا هست. شاید من یه قرصی خوردم امروز حالم بده، برو چهار تا ویدیوی دیگر هم نگاه کن. آقای عباس صالحی گوشته بود که آقا من تمام ویدیو شما رو دارم لحظه به لحظه گوش میکنم. آقا من 20 سال ویدیو ساختم، شما 5 سال اومدی لاس وگاس، عکس ها و ویدیوهات موجوده و برو ببین با چه شور و هیجانی داری در راه اشتباه میری. امیدوارم تا دیر نشده دوستان به چیز کنم. نه خانم بد برداشت، نه خانم بد برداشت شده ازش، نمیدونم دیگه، الان مهم نیست، حرف دارم بزنم، ولی بروید و برنامه یکشنبه مرا گوش کنید. من که نمیتوانم در چند خط شما را متقاعد کنم. چرا آقای چمنارا؟ اگه میخوای اتفاقا امروز چون هم منتظر خانم بهیه جیلانی بودم که ایشون هنوز روی اسکایپ نیومدن و گفتم اگه نشد دیگه ویکند یه برنامه میذاریم، اگه بخوای شما میتونی بیای چند دقیقه صحبت کنی یا با اسکایپ بیای صحبت کنی، ما هم یک استراحت کوتاهی بگیریم، جرعه آب بنوشیم. به سلامتی در. و اگر ازم عذرخواهی بکنین من بقیه ویدیوهاتون رو میبینم. یعنی آخه این یعنی چی؟ یعنی شما اینقدر مفلوک هستید که منتظر یه عذرخواهی یه پیرمرد هستید؟ اوکی من از شما عذرخواهی میکنم، حالا شما ویدیوهای منو ببینید یا نبینی چه سودی برای من داره؟ ویدیوهای من که حتی اون دو سنتی هم که یوتیوب میداد دیگه نیست، اصلا تبلیغ و گویال چی گوگل فلان نیست، ولی برای خودتون خوبه. یعنی ویدیویی رو پریروزا از شاه یکی از دوستان برام فرستاده بود که آقا برو ببین این چقدر اشتباه کرده، نه یکی نه دو تا، یکی پس از دیگری و اینها. اگه بتونم میذارمش اینجا، تلفن میزنم آقای چمنا رو. اون تلفن که میزنیم این رو پیامگیر عزیزم، میخواد تلفن بزن پیام بذار، ولی اگه میخواین من با شماره تلفن این بهتون زنگ بزنم. نمیخواد اینجا هم شماره تلفنتون رو بنویسید و با شماره تلفنی که دارم میتونم به شما زنگ بزنم. بذارید ببینم یک لحظه. بله آها، من این روزا یه جایی کار میکنم، فعالیت میکنم که بیشتر افرادی که میان اینجا تو محیطای دانشجویی اینا هستن، میرن تورای مسافرتی اینا، با اینا از صبح تا شب همراه میشن. ولی دیروز یه اتفاق جالبی افتاد و 36 نفر که از الپاسوی تگزاس آمده بودن تا امروز صبح برن در مجلس و پنجشنبه هم از اینجا برگردن برن و به مجلس بگن آقا این ترامپ اصلا این ماجرای دیوار، ماجرای برده مرز اینا دروغه و همه اینها رو دنبال چه دلیلی، دنبال چه پولی، چه معاملاتی قرار انجام بده، دنبال اونها و دیوار هیچ کاری انجام نمیده. تمام این مشکلات و معضلات سر مرزهایی است که ما دیوار داریم، گیت داریم، دروازه داریم، مأمور داریم. طرف میاد با بچه با زنش میخواد پناهندگی بده، درو میبندن، پناهندگیش قبول نمیکنن. این میره از اون ور میاد تو، وقت میگیرنش میگن غیر قانونی اومده.
در صورتی که آمده پناهندگی بده. طبق قانون دولت، طبق یونایتد نیشن، سازمان ملل، آمده پناهندگی اپلای کنه، درخواست پناهندگیشو تقدیم کنه. خب میدونید این قانونا رو ریخته به هم، همه دنیا رو رسونده به اینجا. فقط دلش خوش آقا که نمیدونم رئیس جمهور اوکراین loves his ass. باورتون میشه؟ این دور برای این درست همون تملقات شاه رو به انگلیسی، که آقا رئیس جمهور اوکراین از کون و باسن شما خوشش میاد. حالا چرا؟ این منظور همون اینجا برمیگرده به براون نوز، دماغ قهوه‌ای و اینها. برید بخونید ببینید یعنی چی. تلفن میزنم. خب بعد شما تلفن بزنید، اون دوستان اگه دوست داشتن تلفن بزنن، پیام بزنن. ما اگه تلفن و پیام باشه تو برنامه ها میذاریم و برنامه‌مون پربارتر میشه. بذارید ببینم کانتاکت اینجا آقای چمنارا رو داریم، آقای سهراب، نمیدونم تلفنم عوض کردم و چمن، نه ندارم آقای چمنارا. باید پیام شخصی برام بفرستی یا ایمیل برام بفرستی، تلفنتونی که بگیرم من با این تلفن بهتون زنگ میزنم، یا با اسکایپ. با اسکایپ میخوام بهتون زنگ بزنم. حالا زنگ میزنم، اگه نخواستید بگید بعدن. سهراب چمنارا دوستان، برای شما اتفاق افتاده که دنبال دوستتون تو واتساپ میگردی، اون دنبال شما تو اسکایپ میگرده، دنبال اون یکی دیگه تو فیس تایم میگردی، اون دنبال شما تو نمیدونم مسنجر میگرده، و همین جوری واقعا اینا هر چی زیادتر شده ما دسترسیمون و ارتباطمون به هم دیگه کمتر شده. من هفته پیش، یکم بیشتر، دو هفته پیش که آلمان بودم، زنگ میزدم به این دوستم، با اون دوستم قرار میذاشتیم بیام اینجا اونجا، بعد یادم میره به کی، کجا، چی گفتم، آدرس چی دادم، و واقعا نمیدونم این دنیا داره به کجا میره. بله، بدون کراوات میرم اسکایپ، مهم نیست. آقا سعدی گفت چی؟ گفت تن آدمی شریف است. خیلی روز خوبیه، منم کراوات نزدم. تن آدمی شریف است به جان آدمیت. البته دوستان غلط میخونن، میگن که نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. غلطه. سعدی به ما شیرازی ها نسخه اصلیش رو داد، گفت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، و میبینیم که درست. خب من الان میام تو اسکایپ با شما تماس میگیرم، ببینم شما درباره این اوضاع و احوال و اخبار چی میخواین بگید. آقای بله دوستان عزیز، آقای سهراب چمنارا خودشون هفتگی برنامه‌هایی دارن که روی فیسبوک و توییتر و بالاترین و لیست ایمیلمون هم ما میفرستیم. خب مثل که میخوان حاضر بشن، ایشون بعداً به من زنگ بزنه. سهراب is unavailable. امیدوارم شما هم مثل آقای لادن دوتا چیز نداشته باشه. بله، میگه که ویدیوهای آقای چمنارا به علت طولانی بودن بسیار کسل کننده هستن. البته ایشان تلاش میکنن توضیح کامل بده و به این دلیل طولانی میشه. هر بار ویدیوی ایشون رو پست کردم خیلی ها برام پیغام گذاشتن طولانی هست و حوصله دیدن کامل کسی نداره. اگر ممکن هست کلیپ هاشون رو 5 دقیقه‌ای کنن و اصل هر مطلب را مختصر توضیح بدهن. با احترام. یعنی شما اینی که میگی برنامه های 2 ساعتی سوربی، برنامه های 90 دقیقه سوربی رو حوصله نمی کنی؟ یا اینکه چون من از چیزهای مختلفی میگم، از این ور یقه 415 رو میگیرم و معلوم میشه 415 اشتباهی رو گرفتم، از این ور خانم بنفشه رو یقش میگیرم و خانم لیلا به من میپره و من به لیلا خانم میپرم، شما هم تماشاچی های بدی هست، تماشاچی های چموش. راضی این کلمه چموش یک کس برای من بزنه ببینیم یعنی چی توی فرهنگ لغات. بله، ما ایرانی ها نه، همه دنیا کلن از گاسپ، غیبت، از چیزای دعوای علکی و اینها، از این شمای فوتبال و اینا ببین چقدر طرفدار داره، برای که میان با سرعت میزنن به هم. حتی دوتا قوچ، قوچ اینا یعنی که رم بهشون میگن به انگلیسی، اینجوری شاخ داره. اصلا ماشین داج رم اگه نگاه کنید اون لوگوش یه قوچی هست که شاخش هم اینجوری پیچیده. حالا قوچ من نمیدونم چیه، بره نره که قوچه یا هرچی، اینا میزنن به هم، ما مردم وای میسیم نگاه میکنیم میخندیم، یا چیزا با هم دعواشون میشه.
دیدید بعضی وقتا این گوزنا که شاخهای چیز دارن، اینا میان با شاخشون، چه خدا یا طبیعت هم چه ظلمی در حق اینا کرده، این هیکل گنده و کله و اینا شاخا رو وقتی میزنن ربع ساعت شاخشون گیر میکنه، حالا باز زنگ بزنی پلیس نگوان و بیاد شاخشون رو واز کنه. چموش نافرمان. آها پس درست گفتم، اگر شماها چموش نبودید و فرمان که هیچ درخواست ما رو قبول میکردید، تا حالا از حمایت تلویزیون مردم پر شده بود. من اینجا با وسط پولا با شما صحبت میکردم. دوستان عزیز، آقای سهراب چمنارا رو داریم و بسیار صدای اون دستگاه رو یا خاموش کنید اصلا اون. بله آقای چمنارا، اون دستگاه چیزی رو که دارید نگاه میکنید، برنامه مردم تیوی، اونو خاموش کنید لطفا. بله دوستان عزیز، اینجوری متوجه تأخیرم میشید. تأخیر اولا که تلویزیون را افتاده بود حدود 12 تا 20 ثانیه بود، الان یکی دو ثانیه است به قدرت این سرعت. آقا دوربینتون رو، آها درست شد، یک کاری کردید رفت ولی آمد، الان خوبه. اگه حاضرید بیاین با هم گل بگیم و گل بشنویم. حاضرید شما آقای چمنارا؟ آقا صدای شما رو من نمیشنوم، چیه داستان؟ الان چی؟ یک دو سه، یک دو سه. تصویرم از شما ندارم. تصویر ما مستقیم میره تو کامپیوتر. مشکلم. آها معذرت معذرت. اوکی. بله دوستان، وقتی با اسکایپ تماس میگیرید اگر میکروفونتون یا دوربینتون یه دستگاه دیگه اونو گرفته باشه، این نمیتونه استفاده کنه. البته یه چیزی هست بهش میگن something cam، یعنی با یه دوربین میتونید مثلا 5 تا 6 تا تصویر مختلف، تصویر جای برنامه مختلف بفرستید. آقای چمنارا صدای منو دارید شما؟ بله من صدای شما رو دارم. بسیار عالی. آقا من ساکت میشم، این شما و این هم بیننده ها و شنونده های ما، شما که امروز گفتید میخواین به اصطلاح اخبار و تفسیرش از من بشنوید، من گفتم من باور ندارم که اخبار تفسیری داره. آقا دو تا ماشین خوردن به هم، آقا بنزین رو گرون کردن، مردم چون وجه مشترک دارن همه عصبانی هم. از اون که راننده تاکسیه تا اون که میدونه این بنزین گرون میشه، فردا معلمم باید بره برنج گرون بخره. من ساکت میشم، شما به ما بگو که اوضاع و احوال رو چگونه میبینی و چرا یه رهبری پیدا نمیشه بیاد به مردم بگه چه کار کنید چه کار نکنید. این شما، این هم دوستان بیننده و شنونده، بفرمایید. با درود خدمت شما و بینندگانتان، عرضم اول میخواستم یک توصیه کرده باشم به این دوست من که میگه این برنامه های من طولانیه. من سعی میکنم نیم ساعته باشه، ولی به تمام دوستانم این توصیه رو میکنم که وقتی روی یوتیوب هست با سرعت 2 اینه نگاه کنن، چون من یه خورده به علت چیز آهسته صحبت میکنم، اینه که صحبتم طولانی میشه. اگر روی سرعت 2 نگاه بکنن این میشه در حقیقت همون 15 دقیقه یا 10 دقیقه، چون میخوام و چون مطالب مختلفی دارم توی هر صحبتم که میکنم، اینه که ناچارن باید اینه در یک برنامه نیم ساعت و 45 دقیقه تهیه بکنم و دوستانم که میخوان گوش بدن، اینه که من خودم صحبتهای شما رو سرعت 2 میذارم و بعضی موقع هم که میبینم خارج صحبت میکنید به قول موسیقی دانها میبرم جلو چیزه. خب حالا نگفتید این سرعت 2 رو کی به شما یاد داد؟ بله استاد سوربین شان من دادید. بعد این همون گوشه یوتیوب، این پایین یه چیزه مثل گیر باکس هست، به کلیک بکنین روش میگه سرعت 1.5 1.45 1.75 و سرعت 2. سرعت 2 داره میذارن یه تو صحبت میکنه. الان به مردم نشون میدم. چش. حالا این توصیه اول من بود با عرض تشکر از شما. ببینید آقای سربی، ما الان 20 ساله و همینطوری که همیشه شما اینه به عنوان یک جوک مطرح میکنید، حرف از قانون اساسی میزنید و محتوای تمام صحبت من هر هفته همینه.
که مشکل ما قانون اساسی بوده از 125 سال پیش، 115 سال پیش که انقلاب مشروطه کردن. و اون این که وقتی انقلاب مشروطه شد، یک عده آمدن فکر کردن این مملکت میتوانند اصلاح بکنن، آمدن یک قانون اساسی مشروطه نوشتن. همون قانون اساسی مشروطه باید در این 125 سال بهتر و بهتر میشد که نشد. رضا شاه کبیر که روحش شاد، رحمت ایزدی بر او باد، این گفت این طویله است. و شاهنشاه آریامهر هم همینطوری که در آخرین سخنرانی من نگاه میکنید، در 7-8 سال پیش حزب رستاخیز درست کرد و در اول آذر 1352 در کنار شهبانو و تمام بزرگان گفت آقا این قانون اساسی مشروطه اینا همه بریزین دور، قانون اساسی من هست که بر اساس حزب رستاخیز که درست کرد و به اصطلاح یه قانون خودشه گذاشت. و به همین دلیلم بود نامه های سه امضاه هست همین که جبهه ملی بهش نوشتن اینا که آقا این تو نابودت میکنه، قوام السلطنه بهش نامه نوشت. و بعد تا سال 56 همین به حرف کسی گوش نمیداد و حتی سال 57 که آقای صدیقی رفت پهلوش اولین ملاقات باز هم بهش گوش نداد، تا این که خودش با هلیکوپتر در عید فطر رفت بود تهران، نگاه کردید آقا میلیون میلیون مردم میگن مرگ بر شاه، که البته اول قانون اساسی بود موضوع انقلاب، استقلال آزادی قانون اساسی، بعد تبدیل شد به این چیزا. حالا اساس حرف صحبت قبلی من این بود که آقا قانون اساسی مشکل ماست و در 40 سال گذشتم همین اشکال بوده، ما مشکل قانون اساسی داریم و حرف ما همین بوده، ما نبا کسی دعوا داریم، از کسی متنفر نیستیم. آقای رضا پهلوی خود شما میدانید که قبلا هی به من ایراد میگیرید که آقا چرا به این میگی اعلیحضرت رضا شاه دوم، و ما بالاخره این قانون اساسی مشروطه رضا شاه دوم دیگه چه کارش داریم، بذار دلش خوش باشه. به هر حال امروز هم ما مشکل قانون اساسی داریم، تا اینکه 5 ماه پیش بعد از اینکه 2 سال تمام در دانشگاه تهران، شما این خارج فراموش کنید، من فیلم نکنید هی بگین آقا تو حرف از قانون اساسی میزنی، یا اینکه آقای فخرآور حرف از قانون اساسی، او یکی حرف از قانون میزنی، قانون دادو دوزگنی. نه آقا برو تو دانشگاه های تهران ببین، به های درد دل دانشجو بنشین، فقط به فقط یه اسم سحر مهرابی شما نگاه کن، یه دختر جوان 22 ساله ببین در مقابل رهبر در مورد قانون اساسی چی میگه، حرف یک سال و نیم پیشه. تا اینکه 15 نفر آمدن، 14 نفر معذرت میخوام که الان تعدادشان معلوم بود، قانون اساسی باید عوض بشه، فول استاپ، تمام شد و رهبر باید بره پی کارش، گفت اگرم نگفتن رهبر بره پی کارش ابی نداشت. این انقلاب قانون اساسی در ایران از 5 ماه پیش شروع شده و این خارجی ها، یعنی که تو فالچرچ و لوساندس و سانفرانسیسکو، اینا چشم میسابن، اینا رو از بریز دور، اینا فقط منتظرن ببینن تو مسابقه فوتبال کی برنده میشه، یا این که فرض بفرمایید چطور آقای گلزار بره کنسرت بده، اینا اصلا فکر ایران نیستن. حالا آقای سردی دارد یه چیزی بگم، این مسئله قانون اساسی چشم اسفندیار آقای خامنه‌ایه و به همین دلیل من در همین، هنوز اینه صحبت نکردم ولی حرف آینده خواهم گفت، که این یک ضد انقلابه. ضد انقلاب چیه؟ ضد کودتا، معذرت میخوام. قدیما تو آفریقا وقتی که مردم میخواستن بلند بشن، انگلیسا میرفتن یه چیزی درست میکردن بهش میگفتن ضد کودتا. مثلا در کنگو یه نمونه که همه ما میدانیم، لومونبا بلند شده بود، اینا رفتن موسا جنبه رو در مقابلش بلند کردن، که موسا جنبه هم گفت بله منم هم همین حرفای شما رو میزنم، همونطوری که آقای رضا پهلوی حرفای اونا رو میزنه اینا رو بلند کردن. آخه شما نگاه کنید، من اصلا توی این نامه‌ای که به شما نوشتم و شما دیدینش نوشتم آقا به عقل هیچ احمقی میاد که یک دفعه بیاد قیمت بنزین 3 برابر بکنه، در حالی که اینها اصلا توی روایات حدیث خودشان هست، به نقل از امام صادق در کتاب کلینی یا کافی در صفحه 500ش نوشته که آقا آخوند شیطان درس میده،
یک آدم زرنگی چطور باید به یک همچین کار احمقانه بکنه که بیاد قیمت بنزین یک دفعه از 1000 تومان بکنه 3000 تومان. این نقشه خودشان بوده که مردم بلند شدن که اونه، یعنی این انقلاب قانون اساسی تحت شعاع قرار دادن. چرا؟ چون انقلاب قانون اساسی اینا نمیتوانن کنترل بکنن. طبق اسناد و محاسباتی که من کردم در کتاب 2020، این انقلاب در سال 2020 حتما به نتیجه میرسه و اینا اینه میدانن که هیچ راه برگشتی ندارن. بنابراین خودشان آمدن به خاطری که اون تحت شعاع قرار بدن، این کار احمقانه را کردن که یک دفعه آمدن قیمت بنزین 3 برابر کردن. آخه بابا جان، آقای چمنارا اجازه بدین در همین رابطه یکی از دوستان ما یک نوشته ای رو برای من فرستادن. نوشتن که کاب سلام، الان یک تفسیر از یک روزنامه نگار عرب به دستم رسید. ادعا میکنن، درست حرف شما رو، ادعا میکنن ایران خودش این تظاهرات را راه انداخته تا دشمنان داخلی را شناسایی کند. رژیم ساده لو نیست که در اینترنت ناگهان قیمت بنزین را بالا ببرد. پس از تظاهرات لبنان و عراق به بهانه فساد و خرابی اقتصاد، اطلاعات ایران دریافت که در ماه فوریه آینده هنگام یادبود انقلاب آمریکا نقشه‌ای به راه انداخته تظاهرات را ترک کرده تا بدین وسیله رژیم را سرنگون کند. این تظاهرات و سرکوبش تمرینی برای خاموش ساختن و دستگیری محرکین است. امروز 150 تن در غرب تهران بازداشت شدند، همه به مزدور بودن و دریافت پول و آموزش در خارج اعتراف کردند. بله. حالا جالب ترش اینه که بابا جان، ما قرآن که ندارم نمیدارم به مقدسات بحث، رضا پهلوی 1.5% هم در ایران محبوبیت نداره، ولی این آقا خامنه ای که آقا رضا پهلوی و شعبانو پشت این کار بودن. چرا؟ چون اینها، من قبلا تو برنامه هم گفتم، این آقا رضا گوشت با من آقای بله 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 این آقای رضا پهلوی سید احمد حسین خمینی اصلا رفیقش بود، رفسنجانی با این ارتباط داشت، به خاطر اینکه اینها اصلا خود این رژیم آخوندی این رضا پهلوی علمش میکنه، چون میدونه که این حتی حاضرم نیست بره تا ترکیه، چه برسه بره ایران. آخه این چه رهبریه که حاضر نیست حتی نزدیک چطوری از فالچش پاشه بیرون نمیگذاره. حالا ببینید نقشه رو نگاه کنید، ببینید چقدر زیرکانه تر شده. خودشان یک دفعه شورای مملکت، شورای مملکتی چیه؟ عبارت از آقای خمینی در رأسشه، ستا قوه، آقای رئیسی و آقای روحانی و آقای لاریجانی، این ستا به اینا میگه شورای مملکتی و تایید میکنن که قیمت بنزین بکنن 3 برابر. هیچ احمق این کار نمی کنه مگر اینکه یه نقشه در بین باشه. بعد از اون طرف هم آقای خامنه ای ببین چه هر رو میگه که آقا این سلوکیا رضا پهلوی پشتش. حالا برای من و شما خنده داره این که چرا؟ که اولا یه خورده این رضا پهلوی بزرگش بکنن، بادش بکنن، و خود اطلاعاتی ها یه جایی جمع میشن میگن رضا شاه روحت شاد، در حالی که این رضا شاه روحت شاد مربوط به زمان 3 سال پیش بود که میخواستن این آقا قاسم سلیمانی بکنن رئیس جمهور، میگفتن آقا این رضا شاه دومه. خود قالیباف هم تو انقلاب توی انتخاباتیش میگفت من میخوام رضا شاه بشم، رضا شاه. حالا چرا در ایران یه عده میگن رضا شاه؟ بخواست که رضا شاه مشهور ضد آخوند بوده، به این دلیل رضا شاه. اون رضا شاه اصلا ربطی به این آقای رضا پهلوی شاهزاده نداره. این حالا از این. بنابراین شما نقشه رو فهمیدین و خوشحالم که لااقل یه نفرم حرف منو تایید کرد. البته این تو برنامه هفته گذشته من نیست، ولی هفته آینده می‌خواستم من حرف بزنم. یعنی قبلا به شما اطلاع میدم که هفته آینده این حرفا رو خواهم زد که آقا این نقشه ایناست. اینا براشون 1000 نفر و 2000 نفر کشدار اصلا مهم نیست. اینا تو جبهه 40,000 نفر می مردن، فرمانده ها می آمدن با آقای خمینی می گفتن که آقا 40,000 نفر شیمیایی شدن. آقای خمینی با لبخند می گفت اسلام احتیاج به خون داره.
بنابراین آقا خامنه ای اصلا برایش حالا میگه 100 نفر کشته شده، یک نفرش هم مهمه، روحشان شاد، نباید هم چیزی بشه، ولی از نظر آخونده 2000 نفر هم اینا میکشن ظرف 3-4 ماه آینده وقتی همه چیز ساکت میشن. مردم انقلاب قانون اساسی که 4 ماه پیش شروع شده فراموش میکنن که البته اینطور نخواهد شد. آقای سربین من به شما قول میدم که در سال 2020 قانون اساسی عوض میشه و آخوند برمیگرده توی مسجد. و سلام. امیدوارم. خیلی ممنون. آقای خوشنودی هم میگه از ایران به من گفتن تمام این آتش سوزی ها و غارت مغازه ها رو خود ماموران رژیم دارن انجام میدن. آقای چمنارا از شما ممنونم. همونجوری که به دوستان هم گفتم ویدیوهای شما روی یوتیوب، روی فیسبوک صفحه مردم تیوی، روی بالاترین و از طریق توییتر هم ما هر وقت شما ارسال میکنیم پخش میکنیم. دوستان دیگر هم با عرض معذرت که کراوات ندادم در خدمت شما باشم، چون گفتیم بیا تو اسکایپ آمدم و با سنت دو هم فراموش نکنید نگاه بکنید. خیلی ممنون، متشکرم، به امید دیدار. خدا حافظ. خدا نگهدار. مرسی که آمدید و مهمان برنامه. خب دوستان عزیز با آقای سهراب چمنارا بودیم. ایشون میگه که سال 2020 آخونده بر میگردن به حوزه ها و به نمیدونم، یعنی قم میشه واتیکان دیگه، از اون به بعد به جایی که برید واتیکان میرید قم دیدن میکنید و ببینیم چه خواهد شد. ولی هنوز ما نخوندیم از شما دوستان که این رهبران قم پوزیسیون کجا هستن. یه چیزی هست توی ایرانی میگن که مرده به تابوت، دنبالش رو میدونید. بعضی ها میگن اتفاق این غلطه، مرده بعد از 3-4 ساعت خوراکایی که تو شکمش هست هنوز اون فعل و انفعالات شیمیایی داره انجام میشه و بله مرده اتفاقا به تابوت کثافت هم میزنه و گویا آقای رجوی مرحوم هم این کار کرده. و خیلی جالبه اینا میشینن وقتی یه جایی یه خبری میشه اون وقت تازه میان از سوراخ‌هاشون بیرون، این یکی که دیگه از سوراخ هم بیرون نمیاد، یه کسی دیگه ای به اسم این اعلامیه میده و اینا، و همه نشستن دو ایران منتظر اینها که سالها خودشون قایم هستن تا بهشون بگن چی کار کنه. نه چه باید کرد دوستان؟ خب ببینیم که این از این. من یه عکسی گرفتم اگه بتونم براتون بفرستم. من وقتی آلمان رفتم 2-3 تا از این دستگاهایی که تلفنت رو نصب میکنی بهش میگن ماونت و مثلا میذاری رو داشبورد، یه چیزی کیسه شنی هست سنگینه، یه چیزی اینجوری میچسبه پشت تلفنتون، یه چیز دیگه هست مثل بادگیر میچسبه به شیشه جلو. ولی ماشینای مختلف که شما میذارید اینا باید فرق کنه. بعد بعضی از اینا وقتی میذارید همینجوری همش میلرزه، یا بعضی هاشون از این چیزای تلسکوپی و فنری دارن وزن تلفونا، ماشاءالله این روزان که تلفونا یه اینقدی سنگینه اونو میرزه به هم. ما آخرش رسیدیم به این که یه بند کفش اونجایی که ونت این سوراخی هست که باد کولر و باد چیز میاد و نسبتاً هم جای خوبیه چون در حد صورتتونه، در حد این بالا نیست که جلوی دیدتون رو بگیره. یه بند کفش اینجوری کردیم با این سیمایی که وقتی یه چیز برقی میخرین این سیما دورش هست، یا سطل پلاستیکای آشغال رو یه سیمای نازکی هست میبندی، یا حتی میتونید سنجاق و اینا رو، سنجاق نه، این چیزای مال کاغذ چی بهش میگید، این گیر کاغذ، این یه خانم دیروز تو مجلسی که از اینا تو موهاش بود، از اینا درست کنید رد کنید و اینها، که از توی این شیار وند یا اون هواکش، نمیدونم هواکش که نیست که هوا میده بیرون، رد بشه و این دوتا بند رو با پشت این تلفن ها که معمولا هممون کیس داریم با پشت اون تلفن و اینو قشنگ میذارم. جالب اینه که اینو بالا پایینم میتونم تنظیم کنم. یه دوتا عکس گرفتم اگه بتونم پیداشون کنم بهتون نشون میدم و دیدم این بهترین چیزی هست که هم مجانیه که ما ایرانی ها خیلی دوست داریم، هم این که خیلی راحته. پیدا شد اینجاست، یک لحظه صبر کنید تا اینو بفرستم تو صفحه مردم تیوی که شما بتونید ببینید
همینو میگن بعضا تا آدم یادش میره کجا هست چی کار داره میکنه، این یکی از اوناست. این یکی دیگرش هم اینه، بیاد بالاتر، اینم به MTV مسیج. اون بیچاره خانم لیلا موسوی در رفت، فکر نمیکرد که یه تلویزیونی یه دفعه هم موقع صفحهش نشون به دو اینها. حالا حتما همون موقع 20 نفر بهش زنگ زدن چرا خانم زیبایی. دیدید این تعریف هایی که مردا از عکس های خانم ها میکنن، بعضی وقتا اصلا دیگه حال آدم به هم میخوره، تهوع آوره که طرف عکسی گذاشته بعد آقای چقدر زیبایی چقدر فلانی بیساری اینا. بذار من اگه این اومد براتون نشون بدم یک لحظه، که در اصل خیلی ساده است. من یه بند کفش اینجوری فرستادم و از اون دوتا بندی که اومد جلدی که این صفحه اینو پشتیشو میگیره ردش کردم گذاشتم. انقدرم خوبه هر وقت میخوام اینو ببرم بالا بندو میگیرم میکشمش بالا، بالا وای میسه، هر وقت خسته تری اومدی پایین پایین وای میسه و در حد دیدت هست. هی نمیخواد اینجوری اینجوری کنی و دیگه اون دستگاه ها رو هم که شیشه رو هم کثیف میکنه، چون هر کارش کنی یا خودشون یه چسبی دارن جنسش یه کمی چسبناکه، یا اینکه بعد یه مدت که نمیچسبه مجبوری آب دهن بزنی بهش یا یه کمی خیسش کنی بعد لک میشه روی شیشه. میگه در دلار شب من خریدم برای هوا، برای حواده که آهن رو باست و بس میشه به حواده. آره اونم میدونم، ولی اون یه اشکالی داره که اون پشت تلفنتون باید شما یه آهن بچسبونی که با اون آهن رو باید بچسبه. اون روز من این تلفن رو از جلدش که در آوردم با خودم فکر کردم چرا این انقدر صاف ساختم. حالا شیشه جلوش میگیم شیشه باید صاف باشه، ولی پشتش رو واقعا چرا انقدر صاف ساختم؟ یعنی از روز اول آقای استیو جابز میدونست که اینو صاف بسازه که هر روز از دست من و شما بیفته پایین و صفحش این چنین بشکنه. اونم تو قرن 21 که شیشه هایی ساختن که ضد گلوله هست، چجوری این شیشه تا میخوره زمین ترک از اول تا آخرش میفته و چجوری از 30 دلار تا 150 دلار از شما میگیرن تا این شیشه رو عوض کنن. اونم تلفن های مثل مال من که 15 دلار هم ارزش نداره. یادتون باشه اگر شکست اینا نرین تلفنتون رو تعمیر کنید، بعض وقتا برید تلفن نو بگیرید. حتی شرکتی که باهاش هستید بعض وقتا بهتون تلفن میده، بهتون تخفیف میده. یه کمی عجله نکنید، فکر کنید الان این افتاده مثل اینکه قلبتون گرفته باید درست کنید. در اصل میگیرن از مردم از 30 دلار تا 150 دلار بابت تعویض اینها میگیرن. و حالا من این عکس رو بهتون نشون میدم، امیدوارم معلوم باشه و شما به قول دوستان دریابید که ما چی میگیم. این اولا اینجوری شیشه ماشینم نشون میده. بله بذارید، آها اینو من ببینید، این جلد عینک جلد تلفن منه و چون حالا آویزونه گذاشتمش اینجا، اومده روی این دنده ماشین فعلا وایساده که از اون بند کفش از توش در نیاد. هر وقت تلفنمو میزنم قشنگ میارمش این بالا، وصل میشه. حالا بالاشم بهتون نشون میدم یک لحظه. بالام جان این بالاست، اینم این تلفنه. وقتی که تلفن بهش وصل شد هیچ، یعنی حالا تازه ببینید این من همینجوری گذاشتم، اینو شما میتونی قشنگ بیاریش تا این بالا، یعنی تلفنه بیاد اینجا قرار بگیره. بستگی داره که شما قدتون چقدر باشه و اینها و ماشینتون چی باشه. و هست اون چیزی که آقای مانی خورسندی میگه، هست یه چیزایی هست که اینجوری مثل یه چهار پره یا دو تا نوک داره، اینو شما میکنی داخل اون چیزی که حواده، یا خیلی ما فارسی میخوام الان بنویسیم به این دریچه نمیتونیم چی بگیم، برای که همش گیر دادیم سر درود فرتور، نمیدونم هزاران درود، صدها هزار سلام مخصوص، فکر بستنی مخصوص. بله دالر شب، اوکی. در اصل اینم این بود، ما هر وقت یه چیزی یاد میگیریم سعی میکنیم به دوستان بگیم، درست برعکس اونایی که فکر میکنن اگه یه چیزی به یکی یاد دادن ازشون کم میشه. البته اینم همون تو ذات معلمیه که من بهتون گفتم بارها، من از کلاس دهم یعنی سال اول هنرستان معلمی میکردم و
شاهد زنده هم اون بچه ناظرمون آقای حاج معلم مهدی حاج معلمه. بله آقای ناصر رحیمی هم میگن که درسته اینجا هم همین گونه است. چی قربان همین گونه است؟ این جای تلفنی ها یا صحبت های دیگه؟ آقای رحیمی دوستان یکی از افرادی که خیلی جالب هستن، ایشون توی ارتش و اینها هم بودن، من از ایشون هم، ببین آقای صالحی، من از ایشون هم دعوت کردم، چند ساله من و ایشون میشناسیم هم دیگر رو، با هم کلکل میکنیم از راه دور، از طریق همین دستگاه سوشال میدیا. سوشال میدیا یعنی رسانه اجتماعی، ولی حقیقتا آیا اینا رسانه های اجتماعی هستن یا دستگاه های دشمن سازی هستن؟ گاهی وقتی هم با هم قهر میکنیم، مثل هر برادری، مثل هر فامیلی، باز دوباره برمیگردیم میبینیم آقا وجوه مشترک داریم. من بهتون گفتم این گرونی ها حتی اگه به دستور دولت و اینها باشه، ولی مردم وجه مشترک دارن توش. میبینه آقا تاکسی گرون شد، تاکسی که گرون میشه اینم مجبور میشه وقتی رسید مغازه جنسشو ببره بالا، و ما ایرانی ها که قربونش برم اگه یه تومن اضافه تر میدیم جنس خودمونو، سه تومن رو همه چیا میکشیم بالا. این میشه که تورم و دیگه از کنترل در میره، و اینجور میشه که روحانی گفته بود ما پول نداریم، وضع کشور خیلی خرابه، ولی این احمقا ببخشید اون وقتا میگفتن طرف تو چاه هم، تو چاه مسترا، میگفتن تو چاه مسترا هم که میخواد داره میفته دستشو از کمرش بر نمیداره. البته من میگفتم خب دستش به کمرش باشه خوبه، تو چاه نمیفته. آقا تو خیابون تو کوچه داشتی میرفتی یه دفعه سر چاه باز بود میافتادی توش. اینم خیابونای ما بود دیگه. بمانه بله این مسئله هست، میگن طرف تو چاه هم که میخواد بیفته دستش از کمرش بر نمیداره. دست به کمر آدمای مغرور هستن. در هر صورت ممنونم از یکایک شما دوستان و اینها، و من دیروز چون قرار بود سر ساعت برسم اینجا و بعدم اگه بشه با خانم دکتر جیلانی یک مصاحبه داشته باشیم در برنامه و نشد، به همین دلیلی که این افرادی که آمده بودن از الپاسوی تگزاس و میخواستن برن و اینا، وقتی دوستان حالا کلیسا گروه پدرشون اینها، ولی بعضی وقتا این کلیساهای حرکاتی ازشون انجام میشه که اینا در راه آزادی یک قشری از مردمه، که اگه کلیسا نبودن بعضی اینا خیلی بد میشه. مثلا همینایی که از تگزاس اومدن تو کلیسا میخوابن، که من بهشون گفتم شما 36 نفر اینجا میخوابین، گاره یه دو تا اتاق دارن، باقیش هم ما تو سالونی که بزرگ هست همه میخوابیم دیگه تا فردا صبح که بریم مجلس. و اتفاقا پنجشنبه قرار من اینا رو ببینم و ببینم که این برنامه‌ای که رفتن به مجلس بگن آقا اصلا این ذات ترامپ دروغه، این ماجرای دیوار درست کردن از اولش هم با برنامه و با کلک و فساد بوده، و حالا هم که شما ها افتادین در دامش هی میان میگین انقدرشو ساختیم انقدرشو ساختیم. آقا این دیوار، دیوارها باید از بین بره، به جاش باید پل ساخته بشه. این چیزیه که این پاپ هم به چیز گفت موقعی که این هی دیوار دیوار میکرد، اومد گفت که ما باید دیوارها رو از بین ببریم و به جاشون پل بسازیم. در صورت اینم از این، من ببینم برای شما یه چند تا از این خبرهای جانانه رو بخونیم و ببینیم چیه. میدونید که تو بولیویا بعضی ها میگن کودتا شد، بعضی ها میگن انقلاب شد، بعضی ها میگن اون مرد فرار کرد، بعضی ها میگن استعفا داد. هرچی بود اون آقا رفت مکزیک. حالا جالب اینه کسایی که به یو ان دل میبندید، به سازمان ملل، شما به من بگید سازمان ملل الان چی کار کرده توی بولیویا؟ هیچ. این خانمه میگه آمین بولیویا و ایزن یو ان، میگه که مدیا بنجامین میگه من اینجا هستم، این کوفاندر یعنی کسی که یکی از مؤسسین، یکی از مؤسسین این کود پینک، خانمایی هستن که دیدینشون یه دفعه تو مجلس یه صحبت چیزی هست، اینا لباسای پینک پوشیدن، لباسای صورتی پوشیدن و میان اعتراض میکنن و واقعا کارهای انجام دادن که خیلی قابل ستایش و قدردانی هست. و اما من فیتالی شاک at on Brooklyn Street stray bullet. خیلی ها میگه این طرف توی
اتوبوس مدرسه بوده، استری بولت، مثلا شما یه سگی که سرگردان ولگرد که نه تو خیابون گم شده داره برای خود میگه، میگن استری داگ، استری بولت، یه دفعه تیر ناحقی از یه جای اومده زده به این مدبخ کشته شد. اینم آمریکا. و من هر وقت میرم واشنگتن رانندگی میکنم این دست اندازای واشنگتن رو میبینم، با هر کسی که همراهم میگم ما دست اندازای اینجا رو نمیتونیم درست کنیم، و میخوایم بریم میدل ایست که 3000 ساله 2000 ساله چند هزار ساله با هم دارن میجنگن، میخوایم اونجا رو درست کنیم، همه میخندن. و اما حوثی های یمن 3 کشتی، میدونید این حوثی ها میگن یه جوری ایرانی هستن، یکم برین راجبشون بخونین قبل از اینکه بهشون فوش بدین. و اینا حوثی های یمن 3 کشتی متعلق به عربستان و کره جنوبی را متوقف کردن. اروپا با خطر نسلی از دست رفته از پناهندگان جوان روبروست. اینایی که میان یه مدت سرگردون میشن یه جا، اینا خطرناکترین نسل هستن برای اون جامعه، چه حالا اون جامعه جامعه میزبان باشه، چه اینا بعدن برگردن به مملکت خودشون. پمپئو گفت آمریکا معافیت‌های تأسیسات فوردو را تمدید نخواهد کرد. رشد قیمت بنزین چه زمانی به گرانی دامن میزند؟ مسئولان دولتی ایران طی روزهای گذشته بارها سعی کردند به مردم اطمینان دهند که افزایش 200% قیمت هر لیتر بنزین. حالا شما نگاه کنید ببینید تا حالا چند تا چی منو شما شنیدید، یکی میگه 50%، یکی میگه بنزین 3 برابر شد، حالا اینجا نوشته 200% گرون شد. 200% گرون شد تقریبا درست میشه، میشه همین 100,000 تومان بوده، حالا 2,000 تومان گرون شده، میشه 200%. حالا این صفحه رو من به شما نشون بدم و با هم بخونیم ببینیم که چه خبره، چون ما نه خبرنگاری در ایران داریم و نه مثل آقای قائم مقامی و اینها، نمیدونم قائم مقامی هنوز هستش، هنوز هم داد میزنه انگار که وقتی میخواسته بشینه نشسته روی تخماش همینجور جیغ میزنه. بله، میگه رشد قیمت بنزین چه زمانی به گرانی دامن میزنه. مسئولان دولتی ایران طی روزهای گذشته بارها سعی کردن، بذارید این اوقات خاموش کنم تا اونا روشن بشه، ببخشید ما اینجا کارمون شده خاموش روشن. بله، مسئولان دولتی ایران طی روزهای گذشته بارها سعی کردن به مردم اطمینان دهند که افزایش 200% قیمت هر لیتر بنزین منجر به جهش نرخ تورم نمی شود. این ادعا تا چه حد با تجربه تاریخی اقتصاد ایران همخوانی دارد؟ اولین جهش نرخ بنزین در سال 1359 رخ داد، سالی که نرخ تورم در آغاز آن 11.4% بود، ولی پس از افزایش 200% بهای بنزین این نرخ تا 23.5% بالا رفت و در پایان سال 1360 نیز نرخ تورم از 22.8% پایین تر نیامد. سال 1359 یک ویژگی خاصی داشت و شاهد حادترین رکود اقتصادی پس از انقلاب 1357 بود. نرخ رشد اقتصادی به منفی 23.2% رسیده بود، اما در دومین شوک، اجازه بدید من اینو پاک کنم از اینجا، اما در دومین شوک قیمتی وارد شده به بهای بنزین نرخ تورم از 17.4% به 9% در سال 1369 کاهش یافت، هرچند این نرخ یک سال بعد تا 20.7% صعود کرد. این تاریخ ها و عددا رو دوستان ایرانی اشتباه می نویسن. دوستان وقتی فارسی می نویسیم اعشار یا ممیز باید به صورت اون خط ممیز باشه، همون فوروارد سلش، شما نمیتونی نقطه بذاری. ما وقتی نقطه میذاریم این 27 میشه 2007 و غلط، باید ممیز بذاری. ولی سال 1369 همزمان با رشد 66.7% قیمت بنزین شاهد رشد اقتصادی 14.1% بود در پی سوم. هیچی، همش آمار ارقام و ما نمیفهمیم بالاخره تورم ایجاد میشه یا نه.
اون چیزی که من میدونم به صورت یه دبیری که چند سال در ایران بعد از انقلابم بودم اینطوری بود که آقا تا حتی حقوق ما گفته میشد که از سال آینده میخوان 5% حقوق معلم ها رو، حقوق فرهنگی ها رو زیاد کنن. آقا میرفتی برنجی که دیروز خریده بودی 20 تومن الان شده 25 تومن، میگفتیم آقا اون گفته 5% سال دیگه، شما آردی 25% کشیدی روش. بله، پدیه تننازی، این همون دوست خودمون فامیلیش عوض شد، اسمش عوض شد، میگه نه اینطور نیست، مردم ایران دریافتند که جمهوری ولایت فقیه پس از 40 سال با غارت و ثروت عظیم سرمایه مردم ایران را چپاول کرده و مابقی ثروت را خرج گروه‌های نیابتی خودش میکنه و اصلا به مردم فکر نکرده و نخواهد کرد. بحث دوم این که مردم از دست این آخونده خسته شدن و امیدی به اینها نیست و با گران شدن بنزین صبر مردم سرازیر شده که دست به تغییر رژیم بزنند. خب همه اینها رو گفتم، باید کمی صبر کرد و دید. تا کی نمیدونم، به نظر شما تا کی باید صبر کرد؟ بله، طالبان دو گروگان آمریکایی و استرالیایی را پس از 3 سال آزاد کرد. دوستان اینا خانواده هاشون از طریق کلیسا، از طریق سازمان های دیگه میرن بدون دخالت دولت پول میدن به اینا و این کار غلطیه، ولی خودتون رو بذارید جای اون خانواده ها، بچهتون رو گرفتن، پدرتون رو گرفتن، برادرتون رو گرفتن، شما آیا میتونید با اون کسی که اینو اسیر کرده بگید که ما پول نمیدیم سرشو ببرین؟ اونم بیان تو دوربین تلویزیون سرشو ببرن. اینی که یه قانونی گذاشته بود آمریکا که اگر ما بفهمیم شما به کسایی که گروگان گرفتن پول دادی، کمک کردی، شما را محاکمه میکنیم. بعدن دوره اوباما و اینا اینو برداشتن، فهمیدن که این حرف غیر منطقی است و احساسات آدم ها، احساسات خانواده ها وقتی که اینجوری میشه این پولو میده. متاسفانه، متاسفانه این پولی که میدن به این سازمان ها خرج این میشه که افراد بیشتری اسیر بشن، چون طرف میبینه یه اسیر گرفت 1,000,000 دلار در آورد، خب 4 تا میگیرم 4,000,000، تا کی ما حال بریم بانک بزنیم یا اصلا کجا میتونن بانک بزنن 4,000,000 دلار و این پول ها داره رد و بدل میشه. آها خانم تنازی میگی نه من نیستم. خب یه رقیب یا یک همفامیل پیدا کردی. واکنش های بین المللی به اعتراضات ایران، نگرانی آمریکا و هشدار روسیه. اینو بخونیم، چون پامپاو یه چیزی گفته بود و ایران به شدت حمله کرده بود به پامپاو که شما دخالت در امور ایران نکنید. چون خبری هم از خانم جیلانی نشد، اجازه بدید من اسکایپ رو ببندم و به احتمال زیاد آخر هفته با ایشون خواهیم بود. این واکنش های بین المللی به اعتراضات ایران رو هم از روی همون یورو نیوز براتون بخونم و کم کم ما هم معرکه رو تعطیل کنیم و بریم سراغ کار و زندگی و پول و درآمد، همون کاری که شما میکنید و شماها از ما زبلتر و زرنگترید. واکنش های بین المللی به اعتراضات ایران، نگرانی آمریکا و هشدار روسیه. اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در ایران روز دوشنبه در حالی وارد 4 روز خود شد که شماری از کشورهای جهان به این اعتراضها و پاسخ حکومت ایران به آن واکنش نشان دادند. دولت ایران ساعاتی پس از نیمه شب جمعه قیمت بنزین را 3 برابر کرد. بسیاری از شهرهای ایران از همان روز جمعه به صحنه اعتراض و درگیری معترضان و نیروهای امنیتی تبدیل شد. از جمله شهرهایی که معترضان در آنها به خیابان‌ها آمدند میتوان به کرج، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، بوشهر، اسلامشهر، ماهشهر و اهواز اشاره کرد. آمریکا گفت خشونت علیه معترضان را متوقف کنید. مایک پامپو، ولی همین آمریکا درباره هنگ کنگ الان خفه خون گرفته، چون ترامپ مثل سگ از چین وحشت داره و میترسه. مایک پامپو وزیر خارجه روز دوشنبه خواستار توقف خشونت حکومت ایران
علیه معترضان به افزایش قیمت بنزین شد و همچنین خواستار دسترسی آزادی آزادانه ایرانی ها به اینترنت شد. یکی بگه آخه پوفیوزا، خب شما که الان چند ساله 40 سال آخونده اینجا هستن، هر کدومتونم میان میگین ما میخوایم اینترنت رو برای ایرانی ها چنین کنیم چنان کنیم، تنها کاری که میکنید هی تحریم ها رو میبرید بالا که مردم حتی همون اینترنت و وسایلی هم که میتونن تهیه کنن براشون مشکل باشه. یعنی شما هم یه جورایی یار غار آخونده هستید. این ماجرای یار غار برمیگرده به پیغمبر و یارانی که باهاش در غار بودن. برید داستان مزخرف رو بخونید و ببینید که چه مزخرفاتی به خورد مردم دادن که اینا دشمنا داشتن میمدن، اینا رفتن تو غار، همون موقع هم عنکبوتا همه با هم دیگه لفظ دادن، با عربی گفتن بریم تار تار بریسیم یا چیه نمیدونم. بله، مایک پامپو همچنین تاکید کرد که ایالات متحده از نزدیک اعتراضها در ایران را زیر نظر دارد و همچنین توسل حکومت ایران به خشونت را محکوم کرد. وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ، یعنی ببینید مایک پامپو احمق وقتی میگه ما از نزدیک، فردا اگه داداش شما یه فیلم میگیره فرستادن میگه اینها این جاسوس آمریکا بود، آمریکا گفته ما از نزدیک داریم کنترل میکنیم، بفرمان اینم برادر خوشنودی فیلم گیره بگیر ماموره. یعنی این شالاتان که در حین شالاتانیش از احمقی شماره یکه و یاران قارش همین ترامپ که یکی پس از دیگری به زندان افتادن و خواهند افتاد، اینا هم دارن کمک میکنن به آخونده یه جوری بهانه داشته باشن مردم رو دستگیر کنن زندانی کنن. و دیدیم هر کی دستگیر و زندانی میشه براش چی پیش میاد. دوستان عزیز، امروز اگر روی صفحه مردم تیوی روی فیسبوک برید، یک عکسی رو از آقای شهرام ایران به اون یک نوشته رو گذاشتیم که با هم اونو میخونیم. اگه شما هم لطف کنید با دیگران امروز روز 19 نوامبر اون رو پخش کنید ممنون میشه. و اما ترکیه گفته امیدواریم آرامش به ایران بازگردد. ترکیه روز شنبه اظهار امیدواری کرد که آرامش به سرعت به ایران بازگردد. آلمان گفته اعتراضات مردم ایران مشروع و شایسته احترام است. ولی چرا سفیرش رو از ایران فرا نمیخونه؟ شما به من بگید چرا؟ پول پول پول. فرانسه گفت تهران باید به اصول آزادی بیان و حق برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز پایبند باشد. چرا فرانسه کنسولش و سفیرش از ایران باز نمیخونه؟ شما به من بگید. روسیه گفت بیگانگان فعالانه مشغول کارن. یعنی روسیه همون حرف آخونده رو میزنه که اینا مردم نیستن، اینا خار خاشاکن. حتی دیدم خبرگزاری فارس نوشته بود که یک روز با شورشیان، به جای تظاهرات به جای مردم بگه یک روز با مردم، اینها گفته بود یک روز با شورشیان. اجازه بدین من این صفحه‌رم بهتون نشون بدم و ببینیم. جناب سربی فیسبوک هست و میخواستم جهت یادآوری. آها، خانم تنازی نوشته، من نمیدونم یعنی چی. فیک هست جناب سربی فیسبوک، این فیک هست و میخواستم جهت. آها، پدی تنازی میگه فیسبوک اون خانم فیک هست. نمیدونم، عکس گذاشتن. اگه اینجوری شما میتونی ریپورت کنی به فیسبوک ببندنش. و فیسبوک هم که این روزا ماشاءالله از تمام دیکتاتورها دیکتاتور شده و چپ و راست هر کیو دلش بخواد به هر بهانه‌ای میبنده و زندان میکنه و اسیر میکنه و محروم میکنه تا آینده. و اما اینه عکسی بهتون گفتم، 11 نوامبر روز بین المللی مردان، International Men's Day. بله، من جمع مردا است و اون اسم اسم مالکیت بهش میگیم تو ایرانی. اندکی تفکر در روز بین المللی مردان. مردان بذاریم اینو، حالا حتما اینه که خوندیم اعتراض خانم ها بلند میشه. بله، بذاری اصلا اینو من بزرگتر بهتون نشون بدم اینجوری. اوکی، 19 نوامبر روز بین المللی مردان
November 19 International Men's Day اندکی تفکر در روز بین المللی مردان مردان مهربان و مردان مهربان و متعهد به خانواده جسم و احساس خود را برای آرامش، امنیت، شادی و حفاظت از همسر و فرزندانشان از ته قلب فدا می کنند. اما جامعه گاه در سکوت نظارگر دردها و بی‌عدالتی به آنان است و گاه می بینیم که به اشتباه این مردان مهربان و فداکار را سرکوبگر و بی‌عاطفه معرفی می کند. در دادگاه ها بسیارند مردانی که بعد از جدایی در خیابان عشق یک طرفه همچنان تنها و به دنبال صدای فرزند خود که دیگر با حکم دادگاه فقط گاه به گاه اجازه شریدنش را دارند می سوزند و می سازند، اما همچنان به زنی عشق می ورزند که با سردی و سکوتش امکان حل مشکلات و زندگی شاد و آرام را از خود و خانوادهش دریغ کرده است. نمی توانند باور کنند که هر سلامی روزی خداحافظی به همراه دارد. روز مردان روز اندیشیدن روز مردان روز اندیشیدن به بیمهری در جوامع غربی و ظلم به مردانی است که در دریای پرتلاطم زندگی همچنان عاشقانه و سرگردان در مهاجرت در حرکتند و از خود میپرسند چرا. بله دوستان عزیز، آقای دکتر ایران بومی صفحه خودشون رو هم دارن روی فیسبوک با همون اسم خودشون، شهرام ایران بومی. ببخشید اجازه بدید من یک جرعه آب بنوشم و بیام با شما باشم. بله این صفحه خودشون هست، اسمشون رو هم بهتون اینجوری نشون میدم که بله. چون بعضی ها ایران بومی رو اون واب ایرانی رو به اصطلاح دوتا او می نویسن یا او یو می نویسن، اینجوری می نویسید شهرام که خیلی ساده است، ایران بومی بی او ام وای. خب میگه که آقای کاووسی میگه چون ایرانی رو مثل خود ایرانی ها آدم حساب نمی کنن. منظورتون کیه؟ آخوندا؟ میدونی که ما شما تا بخوای بگی و بنویسی ما رفتیم یه موضوع دیگه. چه کسانی ایرانی ها رو مثل خود ایرانی ها آدم حساب نمی کنه؟ بله میگه فیسبوک ایشان هیچ گونه فرند یا مطلبی در فیسبوک ایشان نیست. خب به این دلیل نمیشه، خیلی ها هستن که یه فیسبوکی باز کردن و اصلا کامنتی برای کسی نمیذارن، چیزی روش پست نمی کنن و شاید فقط به پیام های خصوصیشون پاسخ میده. بله میگه که آها اینم آقای ناصر یکتا که حیف کلمه بله بله خب دکتر هلاکویی نگفتی چی گفت راجب اسکیموها بود. اگه اونو میپرسی گفت که این اسکیموها که زنانشون رو میدادن به مهمونها، بعدم به شوخی گفت حالا بلند نشین برین آلاسکا و جایی که اسکیموها و اینا هستن دیگه این کارو نمیکنن. گفت اون زمان متوجه شدن که چون وسیله رفت آمدی نبوده داخل خودشون ازدواج میکردن، اینا ایمبرید شدن، بچه ها و اینا همشون از خون پاک خودشون، ولی نادان بعضی هاشون به اصطلاح چی میگن اینا چیزا خلقه شدن به اصطلاح بگید دیگه ناقص الخلقه شدن، اینها به عقلشون رسیده بوده اون زمانها این کار رو انجام میدادن. وقتی یه نفر به یه دلیلی میتونسته به اونجا برسه میگفتن این بیاد یه ژن خوب ازش را بندازیم توی طایفه و فلان اینا و اینجوری بوده. یه فیلمی بود مال آنتونی کوین، من یادم دانشجو بودم تهرونم دیدم، برید نگاه کنید که همین اینا سلامشون دماغشون رو به هم میماریدن و مهمونم که میمرد زنشون رو میدادن به مهمون.
دکتر هولاکویی نگفته چی گفت همینو گفت و تموم اینها حرفای دکتر هولاکویی هم بعضی هاش خوبه، ما هممون همینجور هستیم، یه سری حرفای میزنیم بعد یه وقتا یه کارای میکنیم، یه حرفای میزنیم که با اون یکی زد و نقیزه. خودمان هم اگه برنامه خودم هم نگاه کنم اینا، ای بابا اینی که گفتم که الان باور ندارم، یا اینی که گفتم با این یکی گفتم در جنگ و مخالفته. و بهتون گفتم از اونجا سرچشمه میگیره که ما همش عادت کردیم ضرب المثل و اینها، ضرب المثل ها هم که خودشون همدیگر رو نفی میکنن. میگه پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، یعنی تاثیرگذاره. اون یکی میگه نمیدونم تربیت چون گردکان بر گنبد است، یعنی قابل پرت چی نیست. اون یکی میگه گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری، گفتم من همان هستم که هستم ولی چند روزی با نمیدونم گل نشستم. یعنی تو که میگی تاثیر نمیذاره، از این ور میگی تاثیر میذاره، بستگی به اون موقع نیازی که داریم ازشون سوء استفاده میکنیم، ازشون استفاده نمیکنیم. یکی دیگهش میگه دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. یکی دیگهش میگه اگر با مردم نباشی نمیدونم معمولی نیستی و اینها. بمانه ساعت 3:24 است، من تا 3:30 با شما خواهم بود و بعدش میرم به کار و زندگی و بله ویدیوهایی که ممکن است ندیده باشید، اب نداره ندیده باشیم. و این بله همونجور که گفتم تا یه حرکتی تو ایران انجام شد، اینایی که قرار پیشرو باشن، آوانگارد باشن، جلو را برن، اینا شروع میکنن میان و وقتی میرسن که تموم شده مجلس. و اینا هم همینجورن. الان یکی دیگه مبارزه مردم، اتحادیه حزب کار ایران طوفان، مبارزه مردم بر حق است اما باید هوشیار بود تا حاصل این فداکاری ها به یغما نرود. اینو شما داشته باش، این موقع اینو فرستاده که الان دیگه دسترسی به اینا نیست. تازه اگه باشه هم من کسی با شما در تماسه، شما وقتی میفرستین یه چیزی رو من نگاه میکنم اینم یه ویدیوی ما 300 نفر دیده، یه ویدیومون 500 نفر دیده، از اون بر میبینیم آقا 9000 تا اینجاست، 5000 تا اونجا، 3000 تا اونجاست. ولی اینجوری نیست که دیدم آقای هوشنگ رادخو نوشته بود از این 5000 نفری که دوست من هستن در فیسبوک به تعداد انگشت دست هم دانا نیستن. گفتم خب آقا یعنی شما میگی نادان هستن؟ خب اینا دوستای شما هستن، مثل دوستان شاه اللهی که میگن مردم احمق بودن که انقلاب کردن. میگم خب این احمقا 57 سال زیر دست دو پادشاه رشد کردن، پس دو تا پادشاه احمق پرورند، بعد حالا شما میگید مردم ایران عاقل شدن. 40 سال زیر دست آخونده عاقل شدن؟ نمیخونه با هم حرفایی که میزنیم، باز زد و نقیزه. اینم از این. خب ببینیم بعدا براتون چی گذاشتیم. بله اونم پلیز اناونس به دنیا که ایشون چی هست و اسمش چی هست و اینها. و ما هم اشتباه گرفتیم. Multiple people reportedly killed in shooting outside Oklahoma Walmart suspected. این مال دیروزه، یعنی دیگه انقدر این شوتینگ ها زیاد شده که اصلا گزارشم نمیدم. یعنی مثل یه نفر که سرما میخوره نمیان تو اخبار بگن، که دیگه گزارشم نمیدم. اگه اشتباه نکنم گفت 366 شوتینگ ماس شوتینگ همین دیروز پریروز بوده و چه باید کرد نمیدونم. قطع اینترنت در ایران، 3 راه برای تماس با داخل کشور، بخونیم شاید کمک کنه. آهان یک اینترنتی هم هست، گفتم بهتون یه اپی هست اگر آقای خوشنودی اسمش اینجا بنویسه، پینوگل یه هم چیزی که میتونید بذارید، با اون میگه شما میتونید با شماره های منزل، اینجا بهشون میگن لند لاین، با اون شماره ها تماس بگیرید. توی ایران گویا به اونا میگن شماره های ثابت و به تلفن سلفون میگن تلفن همراه. میگه با اون برمیگردید. گفتم آخوندا نه از لحاظ تاریخ و از لحاظ فرهنگ
مردم رو به عقب بردن، از لحاظ تکنولوژی هم مردم رو بردن به عقب. دوباره تلفن‌های منزل شروع میکنه به زنگ زدن. بله، میگه که قطع اینترنت در ایران سه راه برای تماس با داخل کشور در پی بروز ناآرامی‌های خیابانی در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و وضعیت اقتصادی در ایران، مقامات جمهوری اسلامی دسترسی داخل کشور را به شبکه جهانی اینترنت قطع کردند. بنا به گزارش نهاد بین‌المللی نت بلاکس که وظیفه نظارت بر شبکه جهانی اینترنت را بر عهده دارد، در دو روز اخیر دسترسی 95% ایرانیان به اینترنت مسدود بوده است یا مسدود شده است. مسدود سازی روند جریان اطلاعات که برای اولین بار در ایران مقیاس سراسری صورت می‌گیرد، نه تنها باعث بروز اختلال گسترده در زندگی شهروندان ایرانی شده است، بلکه ایرانیان خارج کشور را نیز که خواهان خبرگیری از اقوام آشنای خود هستند سرگردان کرده است. این دسته از ایرانیان که پیش از این با استفاده از پیام رسانهایی همچون واتساپ، تلگرام اقدام به برقراری تماس با بستگان آشنای خود در داخل کشور میکردند، اکنون به دلیل قطع این شبکه ها نمیتوانند خبری از خیشان آشنای خود دریافت کنند، امری که باعث بروز اضطراب و نگرانی در میان شمار قابل توجهی از آنان شده است. این در شرایطی است که یک مقام مطلع در وزارت ارتباطات ایران به خبرگزاری فارس گفته است زمان برطرف شدن محدودیت اینترنت هنوز مشخص نیست. من میدونم جمعه وقتی نمازهای جمعه رو گذاشتن و طرفدارای خودشون آوردن چنگ و دندون نشون دادن به مردم، اینترنت هم درست میشه. این نظر من. بله، 20 دقیقه فری اپ لوکال پینگل اسمش نوشتن. بله خیلی ممنون. خب آقای نیساری که قرار است روز جمعه با ما باشن نوشتن که امروز لورو قشقایی در شیراز دست در دست هم در کنار هم قهرمانانه با اهریمن اسلامی دست و پنجه نرم میکنن تا نشان دهند که ایرانی تبار از هر قومی که هست در مقابل دشخیمان اسلام پناه مردانه و شیر زنانه می ایستند. این هم آقای فرزاد نیساری همشهری عزیز بنده گفتن و با ایشون هم خواهیم بود. روی صفحه فیسبوک ایشون هم میتونید به اصطلاح چیز کنید. بله، اسم اون برنامه رو من اینجا می‌نویسم، همه حروفش هم بزرگ می‌نویسم. پین یه ان داره ولی دو تا جی داره. مطمئنی یه ان داره دو تا جی؟ بله اینه نوشتیم و شما هم برید. میگفتن ابی وردی و کوار خیلی شلوغه. خود شیرازی ها میگن بلوردی. بله ابی وردی برای که همون دوستان ترک اونجا هستن، یادش به خیر، یکی از همکارای ما آقای خوبیاری اونجا بود، یکی از دوستای خوبمون آقای سفر کاکاجان سفری هم اونجا بود که هم دوره داداش من در پتروشیمی بلا نسبت کود شینینانی اونجا بودن. خب اینم از این. دوستان عزیز، ساعت 3:30 هم گذشت به وقت واشنگتن، به وقت نیویورک شرق آمریکا، و احتمال زیاد فردا برنامه نخواهیم داشت. جمعه ها گفتم دیگه حالا قطعیه 99%. روزای دیگه همینجوری معلقه. چی میگفت؟ اگر باری شبت بودنم، اگر گاهی شبت شنبه به نوروز، یه چیز اینجوری. خب بیشک غرب هم در از کار انداختن اینترنت دست دارد. سیستم دست غربی هاست و با بستن اینترنت از منافع خود در ایران دفاع میکنن. آفرین. دفعه قبل هم یه دو تا شرکت تلفنی بودن که ایرانی هم تحریم کردن، ولی آیا تحریم کردن اینها فایده داره یا نه؟ آقای ایران بومی هم یک لینک یوتیوب گذاشتن دوستان روی فیسبوک
نگاه کنید در باره اون، اگه دوست داشتید صحبت کنید، سعی میکنیم با ایشون هم صحبتی داشته باشیم. من تصمیم دارم یک نامه‌ای به وایت هاوس بنویسم، با وجودی که میدونم این نامه نوشتن ها فایده نداره، ولی به قول دوستان باشه دیگه، اینها تا خجالت بکشن که چه به سر آمریکا آوردن و چه سابقه بدی در دنیا از آمریکا بر جا گذاشتن با این کارهای اشتباهی که انجام دادن. که شما میبینید خواننده از ایران میاد دور میزنه پول جمع میکنه میره، ولی آقای دکتر ایران بومی که فرزندش رو از دست داده بهش اجازه نمیدن 3 روز، اونم کسی که ویزا داشته، ویزای 10 روزه 10 ساله، کسی که بارها آمده آمریکا و رفته، بهش اجازه نمیدن 3 روز برای دفن و کفن فرزند دلبندش بیاد اینجا. ولی افرادی که این شهامت و شجاعت رو دارن از سختی های زندگی میان استفاده میکنن و یه جنبشی رو راه میندازن. الان جنبش ایرمان ایران بومی این کارو داره برای دیگران انجام میده، کسانی که حقشون پایمال شده. بله، این حق هر کسی هست که بتونه در به اصطلاح مراسم خاکسپاری، تدفین، یادبود دلبندش شرکت کنه و آقای ایران بومی این کار رو داره انجام میده. دوستان عزیز، شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید با هر نظر و فکر و عقیده و دین و مذهبی که باشید، و ما همین حق رو برای خودمون رزرو میکنیم که بتونیم درباره برنامه های شما، درباره نوشته های شما، نظرات شما، نظرات خودمون رو به دوستان بگیم و اونها هم حق دارن که نظرات خودشون رو بگن. اینجا نمیتونید مثل تلویزیون های دیگه یه طرفه، مثل تلویزیون مجاهدین، خودگویی و خودخندی. عجب مرد هنرمندی. روز روزگار بر شما خوش، به امید روزهای بهتر، آینده روشن‌تر، و اینکه بالاخره دیکتاتورها عقلشون کار کنه و قبل از اینکه جون و مال و زندگیشون از دست بدن، حق مردم رو بهشون بدن، که خیلی ساده است. مرسی که با ما بودید و به امید دیدار، چه اینجا چه اونجا.